بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز جمعه 19 ماه فوریه سال 2016 میلادی و برابر است با 30 بهمن ماه 1394. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر کاظم افشارها خواهیم بود، ساعت 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن نیویورک با آقای حسن ارشاد خواهیم بود و پس از اون برنامه ها رو پی میگیریم و دیگه شما بعد از چندین سال، تقریبا 20 سال داره میشه، میدونید به چه صورت هست. دیروز آقای سهراب چمنارا اینجا بودند و درسته که ایشون مهمان ما بودن اینجا، ولی حقیقتا من در برنامه ایشون مهمان بودم و اگر اون برنامه رو ندیدید روی فیسبوک هست، روی بالاترین هست، روی یوتیوب هست، تازه در تلویزیون مردم هم بازپخش میشه هر روز تا پنج شنبه هفته آینده. و اما خیلی از شما دوستان گفتید این کاری که فیسبوک رو نشون دادیم کار قشنگی بوده و بیشتر انجام بدیم. باشه، حالا اگه دوستان بیشتر نظر گذاشتن یا عکس‌های جنیفر لوپز و کارداشیان بیشتر آمد اونجا و اینها مایل بودن صحبت کنن، چشم، ما هم در اون مورد نظر میدیم و صحبت میکنیم. اجازه بدید من کنترل کنم ببینم برنامه ضبط میشه. بله ضبط میشه. یه دوستی داریم به نام پرویز اگه اشتباه نکنم که گفته بود آقای سوربی مموری شما یعنی حافظه شما خیلی هم خوبه. بذارید من برم فوری سراغ این چیزایی که گذاشتم، چون امروز یک ساعت هم کمتر، 3-4 دقیقه رو میخوام اختصاص بدیم به اون آگهی ویدیوی عشق‌آباد. گرچه نه، اون رو بین برنامه ها بذارم، چون اگر وسط برنامه خودم با آقای افشارها بذارم بعد روی یوتیوب که لودش میکنیم میگه که این مال دیگران هست و موزیکش مال کسی دیگه هست و اینا، مشکلات زیادی رو برای ما درست میکنه. این هم از این. و اما نیک چند دقیقه پیش یک فلایر، اینجا میگن، حالا نمیدونم این کلمه فلایر از کجا اومده، از اون موقعی بوده که با هواپیما چیزا رو میریختن پایین پرواز میکرده یا در رابطه با یک کلمه دیگه هست. مهم نیست که من و شما چند سال در آمریکا یا یک کشور خارج باشیم، آخرش ما اون معنی و مفهوم رو نخواهیم فهمید و درک کرد. حالا هرچی هم میخواین هی جست بیاین که بله من انگلیسیم خوبه، بله من آلمانیم خوبه، خب اونایی که میدونن چی میگم میدونن، اونایی هم که نمیدونن خوش باشن. و اما نیاک نوشته که دیروز اعضای نیاک رفتن ایرانیان امریکن بار اسوسییشن پارس اکولیتی سنتر، رفتن اونجا و دیدار داشتن. اینها خیلی فعالن و من بهشون تبریک میگم. ما یه مقداری باید فعالتر باشیم. و اما ببینم براتون دیگه چی گذاشتم. خیلی بدون مقدمه، محرومیت بیش از 1000 روستای سیستان و بلوچستان از آب آشامیدنی. اتفاقا دیروز آقای سهراب چمنارا با وجودی که قرار بود در رابطه با کتابشون صحبت کنن، ولی به یه دلیلی، شاید دلیلی که ایشون بیشتر ناراحت درباره این منابع طبیعی مخصوصا ذخایر زیرزمینی و اینها، و ایشون در همین مورد صحبت کرده. شما اگه خواستید اون ویدیو رو ببینید، روی فیسبوک هست، روی بالاترین هست، روی یوتیوب هست، توی تلویزیون مردم هم هر روز نشون داده میشه. و این هم از این ماجرا. خب بیایم ببینیم خبرهای بعدی چی هست. بله، این خانم ایمی گودمن، من میتونم بگم 10 سالی هست میشناسمش، از اولین بارم از طریق آقای حسیبی به اصطلاح این خانم ایمی گودمن و ایستگاه رادیویی یا تلویزیونی دموکراسی ناو رو شنیدم و الان اینها دارن جشن میگیرن 20مین سال رو. چرا من اینو به شما نشون میدم؟
که من بگم، بارها گفتم بازم میگم، یکی از افتخارات من اینه که اگر کسی میخواد به من توهینی کنه میگه برو آقا تو تلویزیون گدایی میکنه، یا اگر کسی میخواد تهمتی بزنه بعد با این چیزی که ما هستیم اینجا و هر کسی میخواد بیاد برنامه بذاره کاری انجام بده میگیم بابا جون این تلویزیون مردم یک ماشینه، سوربی یک راننده است، شما اگر همت داری، وجدان داری، شعور داری، میتونی میفهمی، باید هزینه سوخت بنزین رو پرداخت کنی. حالا اگه در راه برای ما نهاری، چلو کبابی، نوشابه هم خریدی، خب اون دیگه معرفت خودت رو نشون دادی، ولی این ماشین از این که شما بیای سوارش بشی برسونمت به مقصد، در رو محکم بزنی و بگی خدا اجرت بده، من وقتی برمیگردم بنزین تموم میکنه و شروع میکنم به فوش دادن تو و خدا و پیر و پیغمبر. حالا امروز دیگه جمعه از فوش ندیم. میگه که I can't believe it's been 20 years، میگه باورم نمیشه که 20 سال هست و اینها. ولی ببینید دوستان، رادیوهایی که نمیخوان زیر نفوذ، چون تو آمریکا قانونا دولتی نیست رادیوها، تلویزیونها، ولی اینایی که نمیخوان زیر نفوذ افراد پولدار باشن، شرکت ها باشن، کورپوریشن ها باشن، ببینید donate today and double your impact. میگه که بعضی ها مثلا میان حاضر میشن، میگه اگر کسی 20 دلار بده منم 20 دلار میدم. گفتم ما هم همین کارو بکنیم، بگیم هر کسی حمایت کنه از تلویزیون مردم، ما هم دبل، چیه، ما تریپلش میکنیم. حالا ببینیم که این کارهایی که اینا کردن و به نتیجه رسیدن، اگه ما انجام بدیم به نتیجه میرسه یا نه. آقای چمنارا دیروز لطف کرد یه خودکاری به من داد که اسم و فامیل و شرکتش هست اینجا رسمه. باور کنید من از وقتی اومدم تو آمریکا خودکار نخریدم. چرا؟ همون اوائل برای بچه ها و مدرسه شون که مداد و خودکار خریدیم، و بعد که رفتیم سر کار این ور اون ور، بانک هر جا میری خودکار بهت میدن. خب دیگه اینم از این بخشش کافرا هست. البته پولشو ازتون میگیرن، البته این اولین خودکاریه که بهمون دادن، پولشو نگرفتن. و خیلی جالبه، این از اینجا بالا پایین نوکش میاد بیرون و از اینجا یه چراغ قوه کوچولو داره. میبینید شما بعضی وقتا این خودکار یا شب مثلا میخواییم بیاین کلید چیزی، لازمه که یه چراغ قوه کوچولو همراهتون داشته باشین. این حالا باعث شد که تشکری هم بکنیم از آقای سهراب چمنارا یک بار دیگه، به خاطر همین برنامه‌ای که اجرا کردن اینجا و هم به خاطر این کادویی که به من داده. خب میگه که این آقای علی شیرازی عزیز لطف کرده ایمیل‌های قشنگی فرستاده، بعد نوشته صادق هدایت. البته صادق هدایت تو این نوشتید صدیق، حالا ما نمیدونیم این صادق اینجوری بخونیم نخونیم، چون بعضی وقتا اینا آی رو مثل ای به اصطلاح تلفظ میکنن. بذارید ببینیم صدا چطوره، همه چی خوبه. حالا این در رابطه با اینکه خودمون دستنا باید همه کاری انجام بدیم، میرسم به یه ایمیلی، اون رو هم میخونم براتون. و نیست دیگه، وقتی تو جامعه نیست باید 100 سال 50 سال بگذره تا شروع بشه، عادت کنیم. توی یک جمع بی حوصله نشسته بودم، طبق عادت همیشگی مجله را ورق زدم تا به جدول رسیدم، خواندم سه عمودی، یکی گفت بلنگو، گفتم یک کلمه سه حرفیه، از همه چیز برتر است. حاجی گفت پول، تازه عروس مجلس گفت عشق، شوهرش گفت یار، کودک دبستانی گفت علم، حاجی پشت سر هم گفت پول، اگه نمیشه طلا، سکه. گفتم حاجی اینا نمیشه. گفت پس بنویس مال. گفتم بازم نمیشه. گفت چا. خسته شدم با تلخی گفتم نه جا، ببخشید نه چا. اینه که اشتباه خوندم یادم افتاد که جمشید لطف کرده پیغام گذاشته، ممنونم جمشید جان. اگر اون چیزی که شما میگی، من سه بار تو یک نوشته ای سه تا شهر رو خونده باشم شعر، من به شما 30 دلار میدم، ولی اگر شما اشتباه میکنی شما 10 دلار برای تلویزیون مردم بفرست. حالا یه روزی هم من با شما با تلفنی صحبت کنم، شما چون گفتودی شب حالا میرم میخوابم و صبحم میرم بیرون، امروز قرار برات نذاشتم، اگه خواستی دوشنبه مهمون ما باش، چون امروز من یه ساعتم بیشتر برنامه ندارم، بعدش ساعت 3 با آقای کاظم افشارها خواهیم. خلاصه
حالا که میگم این بعضی وقتا این اشتباه میشه، مثلا من از اینجا نشستم، همه اونم دیگه بالای 50-60 ماشاءالله عینکا اینجوری مثل ته استکان، این جا و فارسی که مینویسیم جا چا اینا نقطه‌هاش یکی میشه. من دیروز آقای مهندس سهراب چمنارا یه ویدیویی با خودش آورده بود، گفتم این دکتر بابولی است، گفت نه پاپولی. بعد گفتم ها از اینجا مثل ب دیده میشه، وقتی بزرگ کردم اون کلمه رو مثل به اصطلاح پ دیده شد، نقطه هاش رو دیدم. خب حالا بذارید اینو بزرگترش کنیم تا شما هم ببینید. البته بعضی وقتا وقتی فارسی مینویسن میره این و اینو اگه دوستان بلد باشن وقتی کاپی اند پیست میکنن میتونن وسط قرار بدن یا حتی دست راست که درست نوشته بشه. خب گفتم حاجی اینا نمیشه، گفت پس بنویس مال، گفتم نمیشه، گفت جا، خسته شدم با تلخی گفتم نه نمیشه. مادر بزرگ گفت مادر جان عمر است. سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت کار. دیگری خندید و گفت وام. یکی از آن وسط بلند گفت وقت. خنده تلخی کردم و گفتم نه، اما فهمیدم تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی حتی یک کلمه سه حرفی هم از آن درست در نمیاد. هنوز با آن کلمه سه حرفی جدول خودم فکر میکنم، شاید کودک پا برهنه بگوید کفش، کشاورز بگوید برف، لال بگوید حرف، ناشنوا بگوید صدا، نابینا بگوید نور، و من هنوز در فکرم که چرا کسی نگفت خدا. صادق هدایت. این آقای صادق هدایت روان شاد یادش گرامی، ولی من هر وقت میخونم و میبینم از خانواده پولداری بوده و ازشون خوب بوده، زندگی مرفعی داشته، بعد چجوری دیپرس شده، افسرده شده، خودکشی کرده بمانه، ولی صادق هدایت جواب خوبیه در رابطه با این دوستان شاه اللهی که فکر میکنن در زمان شاه ایران گلستان بوده. همین نوشته رو شما ببینید، همین نوشته رو ببینید، چرا آقای صادق هدایت میاد میگه کودک پا برهنه کفش؟ یعنی کودک پا برهنه داشتیم ولی شماها قبول نمی کنید. اگه قبول می کردید هم زندگی خودتون راحت تر می شد، هم زندگی ماها که دوربرتون هستیم. البته اینجا باز علی آقا نوشته که معنی عدالت، من فکر کردم ایشون منظورش عبادت بوده ولی نمیدونم، حالا میخونیم با هم ببینیم این چی میگه. بذارید اینجوری هم به شما نشون بدم، چرا من این کار خوب رو انجام میدم، به شما اینو نشون میدم که اگر یه وقت من اشتباه کردم دوستمون آقا جمشید بتونه توی خونه درستش رو متوجه بشه و تازه بتونه به منم زنگ بزنه ایراد بگیره. میاندیشم که خم و راز شدن ادیسون در آزمایشگاهش وقتی که میخواست لامپ برق را اختراع کند زیباترین نمازها بود. تصور میکنم که ماری کوری که بهترین سوخت هسته‌ای رادیوم را کشف کرد وقتی از صبح تا شب آنچنان غرق تحقیق بود که لب به هیچ خوراکی نمیزد با شکوه ترین روزه ها را گرفت. می نگرم که گرامبل و همکارش واتسون فاصله دو اتاق طبقه بالا و پایین را می رفتند و می آمدند تا تلفن اختراع شد بهترین. من این نمی دونم این هروله هروله حد شکل گرفت، این رو من نمی دونم، این کلمه رو اینجوری من ندیدم. می بینم که خیام با تبدیل ریاضیات از خطوط و اشکال به اعداد و محاسبات منزه ترین خمس و زکات را در طول 90 سال پرداخت کرده. می اندیشم، تصور می کنم، می نگرم، می بینم عدالت خداوند این نیست که اینان را در آتش بسوزانند، ولی کسانی که حق می خورند ولی حج می روند، کسانی که اختلاس می کنند ولی خمس و زکات می پردازند، و کسانی که نان دیگران را می برند ولی روزه می گیرند به بهش روند. حتما معنی عدالت این نیست. خب معلوم شد که چرا گفتن عدالت، چون اونجوری که شروع شد من فکر کردم می خوان عبادت رو توضیح بدن. خب دوستمون نوشته که کاگو جون برنامه چمنارا بسیار خوب بود.
ما که همیشه به این تمدن درخشان چند هزار ساله خود مینازیم، آیا این سیستم آبرسانی اطراف اهواز که نشان دادید و چندان قدیمی هم نبود یکی از نشانه های تمدن ماست؟ صد رحمت به آفریقا. دوست عزیز شما خبر ندارید، تمام آقاجاری، اون دسپور، اهواز، خوزستان، بهترین سیستم آبرسانی، آپارتمان‌های لوکس، استخرای خوب، همه چی بود. این آخوندهای پدرسگ که اومدن یه شبه همه رو خراب کردن. آقا جاری اینها شما خبر نداری، اینا رو همه رو خراب کردن. هر چی دارید داد بر سر اینا بزنید، ولی علتش رو دنبالش نرید. اینم از سوال خوبی کردی، ممنونم ازت. خب بریم سراغ تو جنبش‌های مختلف. بذارید من اینو براتون باز کنم با هم دیگه ببینیم، اجازه بدید اگر باز بشه. ببخشید والا بلا ما این تصویر این خانم رو هیچ دخل و تصرفی درش انجام ندادیم. این رو هم الان میتونن اینا به عنوان یک تبلیغ مجانی برای برنامه‌هاشون استفاده کنن، ولی شما ببینید دوستان و بشنوید. بعد از جنبش حقا، بعد از جنبش فولادوند، بعد از هواپیمای عشق، بعد از کشتی آزادی تلویزیون‌های مختلف، حالا جنبش قاشق و قابلمه از خانم زینا تهرانی. نمیدونم ایشون دندونش عملیه، حالا چیزای دیگه‌اش عملی باشه ما نمیدونیم، ولی دندونش نمیدونم چرا قبلا اینجوری نبود. صحبتاشونو من قبلا شنیده بودم. با هم بشنویم و دیگه من چیزی نمیگم، قضاوتش با شماست. که من بیشتر در این مورد صحبت میکنم، شما یک شب قبل از انتخابات در خونه هاتون باشید، دوست داشتید در خونه هاتون باشید، هر جا که دوست دارید، علاقه دارید، اطمینان بیشتری دارید، با یه چیزی که صدا در میاره، حالا قاشق، بشقاب، دیگ قابلمه است، سوت، نمیدونم، داد زدن، هر چی که فکر میکنید در امکانتون هست، باید این صداها رو در بیارید و این صداها رو واقعا به گوش کسایی که باید برسه برسونید و مردم رو وادار کنید به اینکه این دفعه به مردم گوش بکنن، نه به جمهوری اسلامی. مردم دیگه باید به خودشون گوش بکنن و خودشون راه خودشون رو پیدا کنن. در حال تشکر میکنم از آقای روز. خب دوستان، جنبش جدید قاشق و قابلمه و سوت و با سوت زدن و اینها مردم رو مجبور میکنیم. شنیدید؟ مردم رو مجبور میکنیم. قضاوت با شماست و چرا من باور دارم که در ایران کسی برنامه های تلویزیون های آمریکا، یعنی ایرانیان خارج از ایران رو نگاه نمی کنن و من هم اگه اونجا بودم نگاه نمی کردم. شما چی؟ بنویسید، نظر بدید که اگر شما در ایران بودید با این همه برنامه های تلویزیونی و رادیویی که روی ستلایت ها هست، از فیلم های جدید و به اصطلاح زیرنویس فارسی تا رقص های زیبا و تا موزیک های قشنگ و اینها، آیا می اومدید؟ این جواب اونایی که من میگن آقا چرا نمی رو ستلایت، من برم آقا رو ستلایت ماهی 30,000 دلار، روزی 1,000 دلار از کی گدایی کنم؟ 10 دلار 2 دلار گدایی کنم، 1,000 دلار 1,000 دلار به اونا بدم؟ مگه دیوانم؟ بعدم تازه بگم چه کار کنم، بیام این صحبت ها رو بکنم برای ایرانی ها؟ میگن آقا این دیگه کیه، بیام اونجوری که جنبش را بندازم. شما میخوای جنبش را بندازی، برو مبارکت باشه، برو 30,000 دلار بده و برو رو ستله. خب بریم ببینیم بعدیش چیه. این هم از خانم زینا بود، بله زینا و جنبش قاشق و چنگال و نمیدونم. خب دوستمون نوشته که کاکا جون، کاسب را کند یک درم سیر، فریدون به ملک عجم نیم سیر. بذارید من اینم باز بهتون نشون بدم که وقت فکر نکنید من اشتباه گفتم، چون این دوستمون با تلفن دستیش اینا رو میفرسته، بعضی وقتا جملات به هم میریزه جملات و اگر من قبلا اونو نخونده باشم نمیدونه. نوشته کاسب را کند یک درم سیر، فریدون
به ملک عجم نیم سیر. مرگ غنی مقدمه جنگ وارث است، خوشا به سعادت آن کس که بمرد و کفن نداشت. موفق باشی، من و شما داریم، دیگران ندارن. من نمیدونم ما چی داریم، کفن داریم، چی داریم، اونها ندارن. یک درم داریم، متوجه نشدم. در صورت ممنونم ازت. خب میگه که قابل توجه دوستانی که در کشوری غیر از استرالیا زندگی میکنن. همه شما که تلویزیون مردم رو میشناسید و دنبال میکنید برنامه‌هاشون، اینها آقای جاوید شهافر رو میشناسید. ایشون یک قاضی هست که در دوره شاه قاضی بودن، بعد حالا در استرالیا زندگی میکنن. به دلیل انقلاب، به دلیل اتفاقاتی که در ایران افتاده، نمیخوان اونجا زندگی کنن، آمدن در استرالیا زندگی میکنن. ایشون امروز، اون موقع که من اینو گذاشتم 3-4 ساعت قبل، یک چیزی رو نوشته بودن، یک مقاله، این چی بگیم به اینا، یه پستی رو اونجا گذاشتن، یک کامنت که نه چون مال خودشه، یه پستی گذاشته بود، نوشته بود قابل توجه دوستانی که در کشوری غیر از استرالیا زندگی میکنن، به ویژه هممیهنان ایرانی هم، ملت و ملت. من نمیفهمم اینجا ملت و ملت یعنی چی. چندی پیش خانمی از فامیل های، بذارید این براتون بیارم بالاتر، یه جوری هم اینجوری براتون بزرگترش کنم تا ببینیم چه خواهد شد. چندی پیش خانمی از فامیل های دوستی از ایران تازه آمده بود که دستبند سنگین طلای خود را در حوالی کوچه و خیابان های اطراف خانه مهماندارش یا میزبانش گم کرد. خیلی ناراحت بود. گفتم به پلیس مراجعه کن، پیدا کننده اگر استرالیایی باشه به پلیس میده. نگاه آنچنانی به من کرد و گفت آقای شهافر میدونید چقدر قیمتشه؟ روز بعد سر کوچه آگهی را دیده بود که دستبندی پیدا شده، به خانه شماره فلان مراجعه کنید. خانمه در زده بود و نشانی های دستبندش را داده بود و دستبند خود را گرفته و بلافاصله به من زنگ زد و گفت من دیگر به ایران بر نمی گردم و پناهنده شد و ویزا هم گرفت. پریروز لوله‌کش برای اولا، این چندی پیش چجوری بوده؟ 6 ماه پیش، 1 سال پیش که الان ما بفهمیم در استرالیا به چه سرعت پناهنده میشن. این یک. پریروز لوله‌کش برای تعمیر فاضلاب آمده بود، در حالی که خودش داخل خانه مشغول تعمیر بود، یوتش را یا این وانتش را، من نمیدونم این چیه. ببینید دوستان، ما وقتی اینجا مشکل داریم با این کلمات و اینا که می‌نویسن اینجوریه. ببینید نوشتن یوتش را، من سفیدشم میکنم، یعنی شما ببینید یوتش بیرون خانه در کوچه بدون محافظ پارک شده بود، در حالی که هزاران دلار ابزارهای گران قیمت در دسترس همگان بود. بی اختیار یاد میهن و بعضی از هم میهنانم افتادم که روزی دو پاکت میوه خریده بودم، سر راه یکی را دادم مادرم و فوری برگشتم که به خانه خودم بروم، پاکت خودمان را رو هوا برده بودند. 4 یادم میاد در ایران یکی از مشاغل شریف قالپاق دزدی بود. در استرالیا اگر قالپاقی از ماشینی افتاده باشد، در کنار خیابان طوری قرار می‌دهند که راننده‌های عبوری ببینند. اخیراً فروشگاه‌های بزرگ دستگاه‌های خودکار گذاشتند که مشتریان اجناس انتخابی خود را، یعنی صندوق‌های خودکار گذاشتند که مشتریان اجناس خریداری شده خود را یکی یکی در آن اسکن و نهایتاً پول آن را پرداخت و راهشان را کشیده و می‌روند. خب حالا می‌دونید که من خودم استاد ایراد گرفتن هستم، ولی آقای شهافر دوست نازنین، همینجا وسایل و ابزارهای بنده رو حدود 3-4 هزار دلار بود توی فولکس واگن رو ما خریده بودیم 100 دلار که فقط چیزا رو بریزیم توش، این ابزار رو و کنار گاراژمون باشه.
حدود 3-4 هزار دلار وسایل رو آمدن ازش دزدیدن بردن، شیشه شکستن بردن. وقتی هم به پلیس زنگ زدم، پلیس گفت اوکی میای ما اینها، بیمه با کی داری؟ گفتم بیمه ندارم، بیمه ابوالفضل. گفت نه بابا ما اگه بیمه نداشته باشه که نمیام اینجا، روزی 10 تا دزدی میشه. حالا یعنی شما میگید استرالیا از آمریکا بهتره؟ اوکی ما میام استرالیا. من فکر کنم اگر مسئولین دولتی استرالیا این ایمیل شما رو ببینن بهتون میگن آقا اینقدر تبلیغ نکن، حالا همه ایرانی‌ها بلند میشن میان اینجا. من از آقای شهافر سوال کردم میوه شما، اون پاکت میوه شما رو چه سالی چه روزی کجا دزدیدن؟ گذاشتی در خونه رفتی داخل اومدی دزدیدن؟ تو ماشینت بود در باز بود دزدیدن؟ گذاشته بودی رو کاپوت ماشینت؟ کجا بود؟ این رو برای من توضیح بدید تا من نظرم رو در اون مورد هم بگم. و راجع به این صندوق های اتوماتیک، سال هاست که شما وقتی یه چیزی میخری اینها بهش میگن بارکد. ببینید این بارکده، این شماره ها و اینها چند سال، ببینید حتی بازش که میکنید داخلش باز هست. ببینید داخل این قطره چشمه، این یه دونه قطره چشمه، $6.79، خیلی قطره خوبیه بلینک. ببینید اینجا که زده هیچی، اینجا که زده هیچی، اینجا هم که زده هیچی، فکر کنم رو خودش هم زده باشه که اگه شما خودش هم در بیاری بذاری تو جیبت بیای بیرون، همون صندوقای اتوماتیک اینجا که به شما خیلی اطمینان دارن چنان جیغ و جاری به راه میندازن و چراغ روشن میشه و سکیوریتی میاد دنبالت که نگو و نپرس. منتظر آقای شهافر هم خواهیم بود. و اما بریم سراغ خانم نیر عزیز که من هر وقت برای ایشون چیزی مینویسم در فیسبوک براش مینویسم خواهر گرامی و نازنین. ممنونم، ایشون هم معلم بودن، دبیر بودن و از این بابت هم دردیم. خب ایشون نوشتن که روز شما، خب حتما روز شما به خیر خوشی هرچ. جناب سوربی گرامی، من که نوشتم خدمت شما که مد روز شده بود که همه بگویند شاه نه. البته در ایران هر زمانی یک چیز مد میشه یک مدتی بیشتر قبل از دکتر مصدق تا 28 مرداد سیبیل های استالینی مد، این علامت روشن فکری و تجدد بود. در زمان پدرم سیبیل هیتلری مد بود، این علامت تجدد بود. و بعد هم کلمه شاه نخوب در ایران هر روزی یک چیز مد بود. و باور کنید هیچ کدام از این روشن فکران خودشان هم نمی دانستند که چه می خواهم. ایران در زمان قاجار چه بوده است و حالا چه شده؟ خانم اگه اینو بگی، خب بعد این آخونده هم میگن در زمان پهلوی چی بود، جاده ها و نمیدونم تلفن و کامپیوتر و اینا رو حساب کنید حالا چیه. اینا بهش میگن جبر زمان، جبر مکان، شما نمیتونی کاری بکنی. الان آفریقا و آمازون هم همون موقع، ببخشید، در زمان شاه یه آیت اللهی بود خیلی شلوغ میکرد، نمیدونم جوونم بود، میومد میگفت که الان توی کشورهای نمیدونم آمازون و بغل رودخانه آمازون و جنگل‌های آمازون بهداری‌هایی که ساختن بهتر از اونجا. زمان شاه اینا رو شما هی نگو قاجار. شما چه میدونی که اگر احمد شاه قاجار مونده بود ممکن بود یه نفر میومد میگه آقا تو برو بگرد دوست داری من درستش میکنم و بهتر میشد. پس چیزای محال رو شما هی نگید بگید بله اینجوریه. همه میگن آقای رضا شاه تا زمانی که سردار سپه بود، تا زمانی که نخست وزیر بود، تا زمان اولایی که شاه شده بود انسان شریف آدم خوبی بود. همچین که شاه شد اونم به دستور و پیشنهاد آخوندا، قدرت گولش زد و خراب شد. خب اگه شما میگید ملت نمیفهمیدن که گذاشتن رضا شاه بره، خب همین ملت 37 سالم در زمان پسرش بودن باز نفهمیدن گذاشتن شاه بره. پس این یه ملتی که 57 سال در حکومت این دوتا پهلوی ملت نفهم نیم قرن درست شده بود، چی مسئوله؟ من و شما که بچه بودیم
یا مسئولین. اگه مسئولین دکتر مصدقه که خب برکنارش کردن، پس مسئول شاه و دوربریاش هستن که بودن در صدر کار. حالا بیان سر مدل. بله شما درست میگی، این ماجرای مدل روز همینجا. شما لباسای من امروز اینو پوشیدم، دیدم یک کم تنگه، گفتم خب عیب نداره، الان همه کوتاه مد شده تنگ، اینجا وقتی میبنده دکمشو این پاشتش چاکا اینجوری باز، و شما اگه یک کت و شلوار درست بپوشی که دکمش بسته میشه، پاچه شلوارش هم تا قشنگ روی روی کفشت میاد، میگن تو امولی. این مده، مد بوده. یه مدتی حق سیبیل میدادن. کی حق سیبیل میداده؟ کی حق سیبیل میداده؟ فکر نمی کنید آقای رضا شاه که سیبیل داشته و دولت و حکومت این، اونای دیگه هم میخواستن مثل این بشن سیبیل گذاشتن؟ بعد در رابطه با استالین من نمیدونم، ولی همیشه این بوده مد موی آلمانی، نمیدونم سیبیل هیتلری. پدر خود من سیبیل هیتلری داشت یه مدت، بعد دیگه نمیدونم سیبیل معمولی گذاشت. خب این چه ربطی داره به دولت؟ یه مدت مردم میخواستن بگن شاه بده، بذار بگن شاه انقدر خوبی کنه که هر کی بگه بده ملت بگن بابا این دیوونه است. خانم شاه بد شده بود. شاه مردم ماشینش رو روی دست بلند میکردن وقتی که میرفته این ور اون ور. بعد بد شد، از سایه خودش میترسید، وحشت داشت. فرح که آمد بدترش کرد. قبول کنید ای داد بیداد. خب اینجوری که شما میگید ملت حق نداره مدل سیبیلش عوض کنه، ملت حق نداره مدل موش رو انتخاب کنه، چه فرقی داره با این آخونده؟ این آخونده احمق هم که همینو میگن، میگه فقط تو آرایشگاه 10-12 تا مدل مو هست که اینجوری، که البته عکسا رو ببینید، مردم کاری مردم محل نمیذارن. اینا دیکتاتورا آبرو خودشونو میبرن. شاه آبرو خودش رو برد، و الا بذار آقا پاچه تنگ میخواد بپوشه بپوشه، موهاشو میخواد بلند کنه، چرا کلانتری بیاد تو خیابون بچه ها رو بگیره موهاشونو قیچی کنه؟ بله زمان شاه، دوست نازنین من، زمان شاه این کارو میکردن. معلم و ناظم مدرسه موهای بچه ها رو قیچی میکردن. ما که زمان آخوندا مدرسه نرفتیم، زمان شاه بچه ها رو با چوب می زدن. زمان شاه وقتی می رفتیم حوض مدرسه چوبا داخلش گذاشته بودن خیس بشه که این چوبو که می زنن چوبه نشکه، یه وقتی ضرر کنن بخوان برن یه چوب دیگه بیارن. آخه چرا؟ شما که معلم بودی دوست نازنین، بگو آدم خوبی بود، ملت بد بودن بهش تیر انداختن، این به جای این که ببینه چه کار کنه تندروی کرد، خراب شد، زد زندگی خودش رو داغون کرد، خانوادهش رو در به در کرد، خودش هم زود از بین رفت. ببین هم خوبیشو گفتی، هم گفتی که با ما یک کمی هم ردیف میشه. ما که نمیگیم این بد زایده شده. مسیج بذارید دوستان، مسیج بذارید، لطف کنید زنگ میزنید در حین برنامه زنده مسیج بذارید. این تلفنی که زنگ میزنید 3 دقیقه میگیره، که 3 دقیقه به نظر من میشه داستان رستم و سهراب. بگو اون تلفن دیگه 703-957 بذارید اونم بیاد و بره براتون اینجوری روشنش کنم. بله اون 10 دقیقه میگیره، لطف کنید چیزا رو تکراری نگید. خب حالا میایم سراغ این برنامه پایین تری که خانم نیر خانم باز نوشتن که جناب سربی روز شما به خیر و خوشی، امروز برنامه چهارشنبه رو دیدم، البته فقط درس چطور استفاده از فیسبوک را می دادید که عالی بود. در ضمن متشکر از اشاره شما به آن ماهیگیر ایرانی، به آن ماهیگیر ایرانی در کویت. خوشحال هستم که شما آن را اعلام نکردید، چون فقط 2 نفر دیگر به این موضوع اشاره کرده بودند و احتمال این که این فیلم مال گذشته بوده باشد که کسی آن را در فیسبوک گذاشته. و در ضمن من متوجه شدم گاهی اوقات مردم اخبار غیر حقیقی هم در فیسبوک میگذارن. به هر حال بگذاریم
آرزوی روز خوبی برای شما داریم. یک بار معلم همیشه معلم. چه میشود کرد؟ بله، اینجا آمریکایی‌ها میگن once crazy always crazy، یعنی یه نفر اگه یه بار دیوونه باشه یا شده باشه یا نشون داده باشه، این دیگه همیشه دیوانه هست. حالا در رابطه با معلمی هم شما این رو خوب استفاده کردی، ممنونم. بله، شما در فیسبوک خبرهای دروغ میتونم بگم 100 برابر خبرهای معمولی و درست و به اصطلاح چیز هست. و ببینید دوستان، اون روزم گفتم زود قضاوت نکنید. اون آقایی که، البته یکی از دوستان این آقای علی منصوری، ازش تشکر میکنم که من رو واقعا شرمنده کردن که اگر حالا ایشون یه چیزی گفته بوده، من عصبانی شدم، تو عصبانیت یه چیزی گفتم، ایشون بعد گفته بود که هیچ اشکالی نداره، ما همه ناراحت هستیم، عصبی هستیم. خب ببینید، یک نفر باید بزرگی کنه، جلو این برنامه رو بگیره، و الا خون و خون ریزی میشه. سر چی؟ سر یه باسن، عکس باسن جنیفر لوپز. گفتم یک کسی هست خیلی افتخار میکنه، بغل آقای شهریار نشسته، شاعر ایرانی و عزیزمون، ولی هیچ شعوری از ایشون بهش نرسیده. ولی این آخرین کار نوشت که جواب ابلهان خاموشی است. ولی ببینید، احمق جواب داده بود، من دیگه بهش جواب ننوشتم اونجا. یعنی چی؟ یعنی درست میگی، جواب ابلهان خاموشیه، منم بهش جواب نداده. خب الان شما میگی خب اینجا بهش جواب دادی، اگر اینجا میاد که دیگه خیلی دیوانه است که بعد از این همه چیز هنوز دنبال ماست. خب Americans don't vote in election. آها، یه ویدیویی رو من دیدم، نمیدونم مال آقای فرهودی بود، مال کی بود، با قصه و آها، این آخونده، ببخشید، آخونده که انقدر میاد چی برامون یادمون میره، آخونده بود، گذاشته بودم این آخونده راستگو یا دروغگو یا سوپاپ اطمینان، میگفت که آقا شما اینقدر تبلیغ میکنید و فلان، اینها 40% مردم میان رأی میدن. اولا من نمیدونم 40% مردم یا 40% اونایی که شرایط رأی دادن رو دارن، به احتمال زیاد 40% اونایی که شرایط رأی دادن رو دارن. دوست عزیز، اگر آخوند راستگو باشه، در آمریکا که از 2 سال پیش تبلیغ ریاست جمهوری رو میکردن و دیگه اینجا ما رو واقعا دیوونه کردن، یعنی دیگه حال آدم به هم میخوره. البته با همه اینا، همین امشب بنده ساعت 8 تا 9 دارم برای آقای برنی سندرز میرم توی اوکتون که تلاش کنیم اون دیوانه ترامپ، که حتی پاپ دیروز صداش در اومد گفت بابا این مسیحی نیست کسی که بخواد دیوار بسازه. یکی به آقای پاپ بگه شما دیوار دور واتیکان خودتون دیدین و این دیوارها رو کی شروع کرده ساخته؟ اول بگذاریم از دیوار چین، ولی بیشتر این دیوارها رو همین مذاهب ادیان شروع کردن، دیوار بکشیم این و دیوار بکشیم اون و اینجا آدمای طاهر، اینجا آدمای نجس، اینجا زنا، اینجا مردا. این پاپ هم از مکزیک داشت سوار هواپیما میشد، یه خبرنگاری زرنگی کرد، گفت نظرت راجع به انتخابات آمریکا و اینکه آقای دونالد ترامپ میخواد دیوار بسازه چیه؟ گفت هر کسی دیوار بسازه و باعث جدایی مردم بشه، این مسیحی نیست. خود اینا بزرگترین دیوار رو دارن در همون شهر واتیکان، البته خب میگن هر کی خواست بیاد بیاد تو دیواره که هر کسی هر کاری میکنه فکر کنه اون کارش درسته. آمریکایی‌ها، ببینید من براتون میارم اینجا نشون میدم، میگه آمریکایی‌ها 40% رأی میدن. اینها Why most American، بذار تصویرش رو اندازه کنم با این، بیا Most Americans don't vote in elections. Here's why. میگه که بیشتر آمریکایی‌ها در انتخابات رأی نمیدن. دلیلش هم این هاست. دلیلاشو توضیح داده. بعد میگه، میگه اولا خیلی ها اگه امروز کار نکنن امشب نون ندارن بخورن، پس نمیاد روز سه شنبه کارشو ول کنه بره 2-3 ساعت تو صف وایس رأی بده. این یه دلیلش. دوم میگه هرچی درآمدها کمتره
پارتیسیپیت یعنی شرکت کردن در این نوع مسائل کمتره. اینا رو برید بخونید. اون آخوند نادان میاد اینو میگه، یک کسی از اروپا، از کشورهای اروپایی، آلمان اینا برای من بفرسه ببینیم چیه. آها، این دوستمون که گفتم آقای پرویز باباییان، چون روی یوتیوب، روی فیسبوک نوشته، من اینجا میخونم، نوشته آقای سربی ممنون از وقت و زحمات شما. این همین بود که گفت آقا حافظتم درسته و من همونم که میگی، از پارسال یا یکی دو سال پیش نیم ساعت با هم صحبت کردیم و ایشون بهایی بوده، ول کرده، از بهایی‌ها دل خونی داره و نمیدونم چرا نمیاد صحبت کنه در این رابطه. راننده است، بیشتر اوقات توی جاده ها هست و گرفتار. در صورت همیشون هم بود که قرار بود به ما کمک کنه، حمایت کنه، نه میلیون ها دلار، ولی بنده خدا امکانشو پیدا نکرد که با چک بفرسته، با کردیت کارت بده، با حواله بفرسته، نمیدونم. شاید گذاشته بود که بیاد اینجا، اینجا ما رو ببره دوتا آبجو بده که سر مرزم بس که اذیت کردن، گفت دیگه من کانادا، آمریکا نمیام. درست میگم شما بودی یا یکی دیگه؟ آقای سربی ممنون از وقت و زحمات شما. صبر ایوب برایتان آرزومندم که با ما ملت ایرانی دست تنها یک تنه به میدان آمده اید. ایرانی ها تو صمد آقا گیر کردن، اومدیم خارج، لباس صمد آقا رو بر در آوردیم، لباسمون فرق کرده، یه دستیار فرق کرده، یه دستیار و یا کمک داو، من فکر کنم این یک گردنبند. بعدش دو قسمت این نامش بنویس، الان اون نقطه بذار برو پایین سر خط. نوشته که ما اومدیم اینجا ولی همون صمد آقا هست. ایشون درست میگه، ولی یادت باشه من و شما هم جزو همین ما هستیم. اوکی، من و شما هم به آخونده میگیم آقا به خاطر دین و مذهب و بهشت قلابیت سر این اونو نبر، ولی خودمون به خاطر یک پست، یک کلمه بالا و پایین میخوایم همدیگر رو تکه پاره کنیم، کراوات هم میزنیم. ایشون نوشته یه دستیار و یا کمک داوطلبانه به برنامه هاتون کمک میکنه. اگر مجری خانم هم باشه چه بهتر. آنهایی که برداشت بد میکنن مغز بیمار دارن. رکورد شکسته شد. من نمیفهمم رکورد چی شکسته شد. اگه دستیار منظورتون کسیه که اونم بشینه اینجا برنامه اجرا کنه، خیلی مشکله. تلویزیون های ایرانی رو نگاه کنید، وقتی اون یکی برنامه اجرا میکنه اون یکی میپره تو حرفش و اینا. اینه، اگر دستیار اینه که یه نفر اونجا بشینه و این کاری رو که من انجام میدم با این دوستان، این کاری رو که من با این کامپیوتر انجام میدم، دیروز با آقای سهراب چمنارا نشون دادم 14 نفر باید کار کنن در اتاق کنترل، همون توی استدیو را برن تا این برنامه باشه. ولی این برنامه 1100 دلاره، ما نماینده فروشش هستیم، میتونیم اگه خواستین به قیمت کمتری براتون نصب کنیم، یادتون بدیم، یا میتونید از مرکزش بخرید اگر بلدید باشون دانمارکی یا هلندی صحبت کنید. اینجا اقلا اگه ما از ما خریدید فارسی کمکتون میکنید. این یک. ولی این راجب داوطلب، دوست نازنین پرویز جان، ما بارها تو برنامه گفتیم اگر پسرتون، دخترتون، خودتون دانشگاه میرید، ایامی که تعطیل هستید میخواین بیان اینجا، بهتون کردیت میدیم، مینویسیم که این آقا خانم آمده اینجا کار کرده در رشته میدیا این این، و اونها به شما کردیت میدن. یعنی اونی که نمیدونم حالا چجوری الکی نگم، مثلا میگن اینقدر کردیت 2000 دلار، اینقدر نمیدونم باید بیای کلاس فلان اینا. بعض وقتا کردیت ها آزاده، شما میتونید تو رشته های مختلف بری. من دیگه قوانین اینجا نمیدونم، اینا هر روز عوض میشه. در هر صورت با همه که اینو گفتیم کسی نمیاد. خب حالا ما بریم یه نفرم بیاریم بگیم بیا شما برنامه اجرا کن، کسی میخواد برنامه اجرا کنه از هر جای دنیا میتونه انجام بده، چرا دستیار من باشه، خودش اصلا برنامه گذار، خودش مجری باشه. در اصل ممنونم اگه میتونید پرویز جان حمایت کنید که وضعمون بده. و اما در رابطه با این صمد آقا بودن و اینها، من یه چیزی برای شما بگم. اونایی که حالا ما داریم تلاش میکنیم که به مردم نشون بدیم میشه تغییر کرد، ببین ما چه مکافاتی گرفتاریم. اونی که با ما هم‌عقیده است، اونی که حرف دلش رو میزنیم، دست تو جیبش نمیکنه حمایت کنه. بعدتون نیاتا، من گاهی وقتا به این دوستان طرفدار پادشاهی یک کمی اعتبار میدم،
اقلا اینا پول خرج میکنن. حالا ای شما میگی آقا خب اینا پولای دزدی دارن، آقا پول دزدی داشته، حالا شما که اومدی اینجا با عرق جبین رفتی کار کردی در آوردی ماشاءالله الان میلیونر هستی، بابا 10 دلار 5 دلار این ور اون ور نه به این تلویزیون، به یک کسی کمک میکنی یا هر چی پول بیشتر بذاری جنگ وارثا رو بیشتر کنی خوشحالتری، اینجوری اینم منطق ما. خب بذار ببینم این در رفت از دستم. آها stockholmian.com این دیگه چیه؟ این جالبه. کامرای دو بله. خب میگه که تیترش این هست: میلیونرهای ایرانی صنعت پناهندگی سوئد. میدونید که ما یکی از کارهایی که توی تلویزیون انجام دادیم و بهش هم افتخار میکنیم اینه که این میکروفون رو در اختیار پناهجویان قرار دادیم که بیان اقدام کنن، ویدیو صحبت کنن، و اینم برای اون خانمی که نمایشگاه عروس داره در کانادا. من نمیدونم کدام مأمور جمهوری اسلامی حاضر میشه بیاد میکروفون تلویزیون جمهوری اسلامی رو بده به پناهجویان، بده به همجنسگرایان، اونا بیان صحبت کنن، پرونده هاشون رو بتونن درست کنن و اقامت بگیرن. خب اولا این عکسه که من میبینم فکر کنم این آقا مو کاشته. اینایی که مو میکارن یه ترتیب خاصی اون کسی که مو میکاره میده که همیشه این معلومه و خیلی نمیدونم به نظر من یه کمی زشت میشه، ولی اب نداره، هر کسی لابد یه زیبایی داخلش میبینه برای خودش اون کار انجام میده. ایشون فکر کنم اسمش هست جهانگیر حجازی که شرکت سهامی مستقلات رادان متعلق به وی تنها در سال 2015 مبلغ 41.1 میلیون کرون فاکتور برای اداره مهاجرت ارسال کرده است. میلیونرهای ایرانی صنعت پناهندگی سوئد. حالا براتون بگم اینا چیکار میکنه. اینا میان خونه های کهنه و اینا رو میخرن که بعضی هاش حتی سگ هم توش زندگی نمیکنه و اینا رو میدن اجاره، اونم با قیمت های سرسام آور. به کی؟ به دولت سوئد و به اون اداره مهاجرت و اینها. و خداییش همینجا همین سوء استفاده ها میشه و خیلی ها هستن، خیلی از ایرانی ها این کار میکنن، خونه های داغون و اینا رو میگیرن. بذاریم ببینیم این دوستمون چی بود. این آقام زنگ زده راجع به ملی شدن نفت، ولی صدایی نمیدونم تلویزیون صدای رادیو چیه، برای خودش داره صحبت میکنه. ما هنوز تلفن زدن رو یاد نگرفتیم. یه برنامه همین خانم مینا زینا تهرانی رو نگاه میکردم، آقای حمزه پور آورده بود، آقای حمزه پور، دکتر حمزه پور اینجا یه کمی نمیدونم تو آفتاب زیاد وایستاده یا چی، با وجود که 45 سال آمریکاست یه کمی گاهی وقتی دیوانگیشو نشون میده، نمیتونه قایم کنه، و الانم طرفدار سفت و سخت آقای ترامپه و میاد مثلا میگه که من هفته آینده یه خبر مهم میرم میخوام به شما بگم، بعد طرف زنگ میزنه میگه آه خبر مهمه چی شد، میگه اینجا واشنگتن پست منو دعوت کرده بود برم فلان. مثل آقا رضا پهلوی بغل دست آقای بهارلو نشسته بود توی وایس آف امریکا، گفت من امروز به شما یه خبر مهمی که تا 2-3 ماه دیگه میخواد اتفاق افتاد، بگو نه نمیتونم از این بگم. آقای بهارلو میدونم شما رگ و جون و خون و پوست و استخونت فدایی شاهه، از این پسر شاه دروغگو، ببخشید، از این پسر دروغگو فرزند شاه سوال کن چه چیزی رو میخواستی بگی که نگفتی، دروغگو. ولی شما نمیتونی، شما اون جرأت و شهامت رو نداری. شما تو آمریکا نامه مینویسی برای آقای برنی، ولی یه وقت به من نشون بده که در دوره شاه یه نامه ای نوشته باشی. دوستتون هستم، دوستتون دارم، شیرازی هستی، همشهریمونی، ولی شماها بودید که شاه رو سرنگون کردید. فقط به دلیل اینکه ثروتمند بودید نمیتونید بگید اون حکومت خوب بوده، شماها بدش کردید، خرابش کردید. بمانه اینم از این، بریم باز سراغ من 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم و نمیدونم چه کاری انجام بده. امروز میخواستم ساعت 1 برنامه شروع کنم، ای کاش این کار انجام دادم، برنامه رو 1 تا 3 خودم، 3 تا 4 آقای افشارها
ولی گفتم واسه 3 ساعت طولانی میشه، نمیدونم والا چی کار کنیم. خب صبر ایوب و استکهلم و ماجرای سوء استفاده، این سوء استفاده از پناهنده ها نیست، سوء استفاده از سیستم. البته چرا، اگه اینا این کارو نکنن اون پناهنده وقتی میاد یه آسایشگاه درست، یه خوابگاه درست، یه چیزی درست، ولی دیگه این هست دیگه، این شما کجا میتونی این ذات بشر رو درست کنی من نمیدونم. یه ایمیلی آمده بود از گروه های مختلف در رابطه با وبسایت آقای منصور اوسانلو، من وقتی برای همشون فرستادم که این رو امتحان کنید، این وبسایت درست کار نمیکنه، خانم ویکتوریا آزاد نوشته بود این وبسایت حتی سیف هم نیست، چون از آلمان نوشته بودن سیف رو، میدونی اونجا مثلا اونها به هانوور میگن هانوفر، وی رو یا مثل کلمه هایی که با وی ولی ف میگیم اصلا اونجا فا بهش میگم نیست، که در صورت گفت سیف نیست، سیف نیست، سیف نیست، یعنی این وبسایت امنی نیست. حالا جالب اینه، من اون روز که تو برنامه گفتم یکی 4 ساعت 5 ساعت بعد اون گفت آقا این وبسایت که ما گفتید رفتیم، از اون زمان ما ویروس گرفتیم. من بهش گفتم دوست عزیز ببین، اونی که ویروس میفرسه انقدر زبل هست که این ویروس رو بذاره تو کامپیوتر شما مثلا فردا صبح عمل کنه، نمیاد بذاره که شما بفهمید از کجا اینو گرفتید. بعد شما نگاه میکنید مثلا میبینید امروز صبح اومدید تلویزیون مردم باز کردید یا وبسایت آقای اوسانلو رو باز کردید، ویروس گرفتید. درستان من سیستم ویروس و اینها رو نمیدونم، ولی شما، ما اینجا چون بیزینسمون به اصطلاح حساب اینترنتمون ISPمون برای بیزینس ها هست، ما یه پول زیادتر میدیم آنتی ویروس و اینها رو خود اونا به ما میدن، میگن ما نمیخوام این رو باز بذاریم شما ویروس بگیری، بعد ما هی زنگ بزنیم یک خراب شده من بیام درست کنم، یه پول زیادتر میگیرم به خاطر بیزینس و اونها میدن. شما هم با ISP تون، شرکت کاکس، شرکت ورایزن، شرکت نمیدونم ستام هستن، اکسفینیتی، کامکست، زنگ بزنید بگید به شما آیا آفر کردن، این یعنی مثل پیشنهاد کردن، آیا به شما میدن این آنتی ویروس و اینا رو بذارید. این همه. و اما آقای به چیز علی شیرازی از ایران یک فیلمی رو از پلیس ایران فرستادن و خیلی جالبه، نوشته تصاویر دستگیری اعضای اصلی این باند بعد تعقیب و گریز هالیوودی. خب اینجا هم الان هم تو قرن 21 توی آمریکا یه دفعه میبینی پلیس و اسلحه و یه ماشینی مثلا یه پسر جوان یه خلاف کرده 10 ماشین میریزن دوربرش اینها. ولی این عکسات جالبه، تعقیب و گریز هالیوودی خلافکاران توسط پلیس ایران از شلیک با شاتگان به سمت پلیس تا لایکشی میلیمتری. این لایکشی من فکر کنم ماشینا بین هم که میرن بهشون میگن و اینا هم هست، اگه کسی میخواد بگم من بگه من براش بفرستم، ویدیوهای مختلفی گذاشتن جالبم هستن، ولی من اگه اینا رو نشون بدم ممکنه اون یوتیوب اذیتم کنه. ساعت 2:53 است، من 7 دقیقه دیگه هم با شما خواهم بود و دوستمون رأی خواهم داد اگر یک مقاله جالبی نوشتن، ولی طبق معمول این دوستان همه عادت کردن به اون انشاهای 2 صفحه‌ای، علم بهتر از یا ثروت، هممون دنبال علم بودیم ولی هممون دنبال ثروت بودیم ولی به دروغ می‌نوشتیم علم، حالا تازه دلیلم می‌آوردیم که معلم رو قانع کنیم که بله علم بهتر است. نوشتن انتخابات در ایران اسلامی را باید یکی از شگفت انگیزترین پدیده‌های جهان دانست، پدیده‌ای که در آینده جامعه شناسان، مردم پژوهان و تاریخ نگاران درباره آنها کتاب‌ها خواهند نوشت. سخن بر سر این که رأی بدهیم یا ندهیم در گذر این 18 سال گذشته چنان یک نواخت و خنک شده است که بگو مگو بر سر آن دیگر چنگی به دل نمی‌زند. راستی را چنین است که در این سالیان
گروهی که دست کم خود میپندارند دوستدار ایران و دلسوز مردمان آن هستند، درست به مانند نیم سده پیش، خب بنویس 50 سال گذشته، از این رای دادن را هم استراتژی هم تاکتیک خود میدانند و آنچه در این میان دگرگون شده این است که تفنگ و نارنجک جای خود را به برگه رای داده است. تفنگ و نارنجک جای خود را به برگه رای داده است. مرا با این همه کاری نیست و به نام یک ایرانی زیونده در اروپا، یعنی یه ایرانی که در اروپا زندگی میکنم، زیونده در اروپا که نمیخواهد و نمیتواند رأی بدهد، برانم به بهانه انتخابات پیشرو اندکی درباره رفتار اجتماعی ما ایرانیان با صدای بلند بنشینم، بیندیشم و پرسش هایی را که پاسخی برایشان نمییابم درباره رفتار اجتماعی ایران با صدای بلند بیندیشم. ما نمیدونستیم تا حالا با صدا میاندیشم و پرسش هایی را که پاسخی برایشان نمییابم با شیفتگان انتخابات در میان نهم، تا شاید بتوانم ریشه های رفتارهای شگفت هموندان این با همبستگان و رنگارنگ و گوناگون را که ملت ایرانش مینامیم اندکی دریابم. امیدوارم کسانی که مردم را به رأی دادن فرا میخوانند خود را به مانند همیشه به نشنیدن نزنند و برای یک بار هم که شده با پرسمان انتخابات در رژیم ولایت فقیه از نگرگاه خردورزانه و پرسشگرانه برخورد کنند. دوستان، انسانن، شما تا حالا چیزی فهمیدید از این دوست زیوندمون در اروپا؟ دو تا پاراگرافش رو من خوندم، 4 تا غلط توشه، 4 تا چیز غریب که من و شما نمیگیم، استفاده نمیکنیم، نمیفهمیم داخلشه. اون وقت این آقا که تازه از همین الانم هم خودشو جدا کرده، من میخواهم درباره ایرانیان صحبت کنم، نه ما ایرانیان. اسمش هم این بالا نوشته، من اون کسی که برام فرستاده بود میشناسم، ولی اینیو نمیدونم، حالا گیر کرده. این از همون ایمیل هاییست که از اون نوشته هاییست که دوست عزیز بعدش هم یه ویروسی براتون میاد، حالا مال ما بعد گزارش میاد که آقا فلان موقع اینی که باز کردی یکی میخواست اتک کنه، ما جلوش گرفتیم انداختیم سطل آشغال. این هم از این ماجرا. خلاصه روزگار غریبی است نازنین. من 2-3 تا چی اینجا نوشتم. دوستان، اعتیاد به فیسبوک ثابت کردن مثل اعتیاد به هروئینه. میدونید که یه مدت میگفتن اعتیاد به سیگار از اعتیاد به هروئین بدتره، یعنی مثل که هروئین رو ساده تر. من نمیدونم، من هروئینی نبودم، سیگاری نبودم، اینا رو نمیدونم، فقط چیزایی که میخونم و میبینم و فکر میکنم مستنده میام به شما میگم که اگه خواستید شما برید دنبالش. ولی با همه اینها اجازه بدید که ببینیم این چی شد کلن. نه اصلا نمیذاره دیگه ایمیل ها رو باز کنه، ابم نداره. خب، برنامه آقای مهندس سهراب چمنارا رو گفتم، ماجرای پاپ و ترامپ رو گفتم، دیوار واتیکان رو حتما ببینید. خانم زینا تهرانی مؤسس جنبش قاشق و قابلمه و سود زدن حتما ببینید. اعتیاد به فیسبوک مثل اعتیاد به هروئینه، سعی کنید یکم راه برید. ها، جا داره من از آقای دکتر محمد اقتداری که این چیز تکس رو دارن، به اصطلاح تکس کانسالتیشن، چی شد این؟ بله، بذارید ببینیم. تشکر کنم که به من کمک کردن. ایشون، من با وجودی که کارهای تکسی و مالیاتی خودم انجام میدم، ولی همیشه دوست دارم یه نفرم اون آخر کار یه نگاهی به کاغذها بندازه که آدم دلگرمتر این کار رو انجام بده. و ایشون لطف کردن، پریروز من باهاشون صحبت میکردم، گفتم یه همچین چیزی هست و یه همچین مشکلی، فرستادم براشون و گفتن که من فردا بهت جواب میدم. دیشب ایشون لطف کرد و پاسخ داد، ممنونم. ولی آقای اقتداری، اگر برنامه رو میبینی، ببینید یکی از جایی که قبلا فقط برای خوراک و رستوران بود ولی الان برای همه سرویس ها هست، یلپ هست. اینجا وقتی ما بزنیم لار تکس کانسالتنت، مینویسه که این بسته شده. البته من بیام
یه عکس دیگه ای رو که خودم به اصطلاح از صفحه شما هست نشون بدم و از آقای افشارها هم عذر میخوام که یکی دو دقیقه دیرتر میرم، چون من اینو نوشته بودم اینجا حتما درباره لطفی که آقای اقتداری کرده، دکتر محمد اقتداری. دوستان اگه خواستید شماره تلفنشون هم 703-968-876-55، ایمیلشون هم هست admin@lartax.com. حالا اگه بشه من یکی دو بار ایشون مهمان برنامه بوده، سعی میکنم که باز هم از ایشون دعوت کنم مهمان برنامه ما باشند. خب بریم سراغ اسکایپ و ببینیم که ارتباط برقرار میشه با آقای دکتر کاظم افشارها از کانادا. و ما از بس عادت کردیم زیاد صحبت کنیم، یکی دو ساعت و اینها، وقتی که برنامه میشه یه ساعت انگار که برامون یه دقیقه است. آقای افشارها، بله ببینیم هستن ایشون. بله بله بله، این آقای افشارها سلام، سوربی هستم. تصویرتونم آمد، بسیار عالی، گوشی خدمتون باشه، من تصویر شما رو بدم به این سیستم و یک دقیقه به شما دیر زنگ زدم، ازتون عذر میخوام. اختیار دارید، خواهش میکنم. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها هستیم که هر هفته جمعه ساعت 3 بعد از ظهر میان اینجا با من و شما صحبت میکنن و هر دفعه ایشون صحبت کردن من چیز جدیدی یاد گرفتم. و این آموختم درسته یا یاد گرفتم؟ من فکر کنم یاد گرفتم درسته، چون آموختم مثل که یعنی به یک کسی یاد داده باشه، در صورت اینا خیلی اشکال هست، باید روش صحبت کنیم. آقای افشارها من سراپا گوش، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. جناب آقای سوربی، با تشکر از جناب علی برای ایجاد امکانات و با سلام و درود بی‌پایان بر بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی و همزبانان مهربان در جای جای گیتی، به مقتضای روش همیشگی در بعضی از مجامع افراد جلساتشون رو با آیات کریمه شروع میکنم و در بعضی از اوقات هم به مقتضای جلسه با اشعار که ما در جلسه پرپا در برنامه پرپا همیشه سعی داریم گزیده‌ای به دلایلی از ادبیات غنی ایران، نه تنها فارسی، از ادبیات غنیمون انتخاب بکنم و بخوانم. ابتدا اجازه بفرمایید که این عمل رو انجام بدم. بفرمایید. ای فدای تو هم دل و هم جان، بین سال رهد هم این و هم آن، دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان، دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان، راه وصل تو راه پر آسیب، درد عشق تو درد بی پایان، بندگانیم جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان، گر سر صلح داری اینک دل، بر سر جنگ داری اینک جان. دوش از شور عشق و جذبه شوق، هر طرف میشه تافتم حیران، آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مغان کشید انهاد. دیر مغان میدونید که محل اجتماع زرتشتیان بوده است. چشم بد دور خلوتی دیدم، روشن از نور حق نه از نیران، هر طرف دیدم آتشی کن شب، دیده در تور موسی عمران، پیری آنجا با آتش افروزی، و ادب گرد پیر مغبچگان، همه سیمین ازار و گل رخسار، همه شیرین زبان و تنگ دهان، عود و چنگ و دف و نی و بربط، شمع و نقل و گل و مل و ریحان، ساقی ماه روی مشکین مود، مطرب بزلگوی خوش الحان،
مغ و مغزاد موبد و دستور خدمتش را تمام بسته میان. من شرمنده از مسلمانی شدم آنجا به گوشه ای پنهان. پیر پرسید کیست این؟ گفتند عاشقی بیقرار و سرگردان. گفت جامی دهیدش از می ناب گرچه ناخونده باشد این می آب. ساقی آتش پرست آتش دست ریخت در ساغر آتش سوزان. چون کشیدم نه عقل ماند و نه هوش، سوخت هم کفر از آن و هم ایمان. مست افتادم و در آن مستی به زبانی که شرح آن نتوان این سخن می شنیدم از اعضا، همه حد الورید و شریان که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا. این مربوط به هاتف اسپانیست، اصطلاح ترجیبند معروفشون. چهار قسمتی هستش گفتیم، هر یک قسمتش رو در یک مرتبه بخوانیم، بی ارتباط نیست با گفته های بعدی ما. و ضمناً جناب سوربی این قسمتش خاطرتون باشه که یک مسلمانی بیان میکنه رفتن در درون دیر زرتشتیان. حالا به بعد دوستان عزیز، بینندگان گرامی، همونطور که اطلاع دارید و مکررن توضیح دادم، برنامه پرپا که همون برنامه پرسش و پاسخ باشد، یک قسمت اصلی داره به نام اصطلاح بحث موضوعی که همان آموزش استعماری و استعمار آموزشی است. عرضم به خدمتتون که اگر فرصت بشود به طور مسلسل برنامه های متعدد دربارهش صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت که تا چه اندازه سیستم های کلاسیکمان، اونی که کلاس کلاس برو بالا و بیا بشین و اونو بخون که ما بهت گفتیم، را که حاصل 50 سال مطالعه و تجربه در سیستم های مختلف آموزشی است، یک بحث آکادمیک است. شاید هم من اشتباه میکنم که در این برنامه که افراد مختلف العقیده و مختلف السطح اینها رو میبینن مطرح میکنم، ولی به هر حال باید بیان کرد و به آقایون و خانم‌ها یادآور بشوم که یک وقتی میگیم آقا مگر ارسطو و افلاطون رو نمیدونم، عرض کنم که این همه دانشمندان بسیار درشت، نمیگم ریز و درشت، غرب و شرق اینا همشون یا مکتبخانه میخوندن یا کلیسا میخوندن یا مسجد میخوندن، قص الهازا و آنطور به اصطلاح کارهای شگرف و عجیب در همه حیطه‌های علوم و فلسفه انجام میدادند، تا میگیم میگن آقا اون ما رو گذشته بودیم. میگیم آقا همین الان، همین الان که من در خدمت آقای صوبی و عزیزان دیگر دارم عرض کنم که گفتار میکنم، آقای دکتر البته عنوانش محمد رضا شفیعی کتنی که از فحول ادبیات است، مشابهش نداریم، در قرن اخیر دیده نمیشود، محمد رضا شفیعی کتکنی یک روز مدرسه نرفته، یک روز، نه اول ابتدایی، نه دوی ابتدایی، نه اول دبیرستان، مطلقا. شرح حال ایشون رو بزنین در داخل گوگل یا ویکی‌پدیا هر چی هستش نگاه بکنین و ببینید. آقای فیاض که اگر زنده هستش خدا حفظش کند و اگر هم فوت شدن خدا بیامرزتش، دکتر فیاض رئیس دانشکده ادبیات مشهد، ایشون به ایشون پیشنهاد کرده بود، یعنی آقای دکتر فیاض به شفیعی کتکنی پیشنهاد کرده بود که در کنکور شرکت کن. شرکت کرد، اول شاگرد شد. اینی که من یک کمی در اینجا با تأکید میگم، حرفم و رو حسابم به وزیرهای آموزش و پرورش است، به مزدوران استعمار آموزشی است در جهان. اول شاگرد شد، یک کلاس مدرسه هم نرفته بود، زنده هی حاضرم هستن و به ایالا را حکومات کذبا دارن میبینن، باز تکذیب میکنن، سبحان الله. ایشون رفت اول شاگرد و الان کسیست که در زیر تز دکترای ایشون فروزانفر مرحوم چه نوشت، سعید نفیسی چه نوشت و اشعارش را بخوانیم. تا تو با منی زمانه با من است،
بخت و کام جاودانه با من است. تو بهار دلکشی و من چوباق، شور و شوق صد جوانه با من است. بیشتر نمیخونم چون خودم پرشه میدونم، کار ندارم احساسی میشم. این پس بحث موضوعی ماست که چه کلاهی چه شیطنتی بر وفق اون ذات خبیثش غرب ظرف 2300 ساله اخیر خصوصا و عموما در طول تاریخ انجام دادند و هر حقنه ای را که دلشون خواست انجام دادند. دقیق ترین ظریف ترین ظرائف فلسفه ماکیاول را انجام میدن، اما به نام دموکراسی. کوچکترین ظریف و دقیقه ماکیاولیسم را فراموش نمی کنن. تمام این کشورهای غربی تمامشون، ولی به اسمای قشنگ: رای گیری، دموکراسی، دقیق رسالی. تمام تلاششون برای انعدام، انعدام و حذف اخلاقیاتی. احترام بزرگتر، احترام به پدر و مادر رو سال یک دفعه کافیه، شاخه گل بدیم به بابامون. احترام به زن در زندگی زناشویی، احترام به شوهر در زندگی زناشویی. تلاش غرب برای از بین بردن و انهدام اخلاقیات، این موضوع اساسی هستش که ما به شکل بحث موضوعی در جلساتمون خواهیم داشت، که اتفاقا کسانی هم که بنده رو به حساب 3-4 نفر از متمولین 30-40 سال در غرب بوده در سطوح عالی اجتماعی حمایت میکنن، گفتن آقا تا هم زمانی که لازم هست در این مورد پیش برید، چون دل همگان خون است. این میشود موضوع عرضم به حضورتون که بحث موضوعی ما. جناب سربی کرامت بفرمایید گهگاه یک طوری به ما کلو بدید که تصویر و اوضاع مرتب است. من دارم گوش میدم. اولا لطف کنید اون شعره رو بعدا برای من بفرستید که خیلی قشنگه و منم اینجا داشتم یک کمی به قول معروف متأثر می‌شدم ازش. ضمناً من صحبت نمی‌کنم مگر اینکه اگر اشکالی پیش بیاد فوری قطع می‌کنم به شما زنگ می‌زنم دوباره. چشم. به هر حال منم زیاد نرم در عالم خودم. ولی یه سوال من دارم. شما باشد. این شعرهای به این قشنگی که گفتید، من یه روز میخوام شما اختصاص بدید به اینایی که ایمیل میگیریم روزها، همین مثلا پارسی را پاس بداریم، نمیدونم به زردچوبه بگید فلان، به راست رفتن بگید فلان، به نمیدونم سلام بگید درود، به بالا بگید فلان، به عکس بگید فرتور. بعد یه نامه که مینویسن 3 صفحه همراش باید خودشون چی کنن آدم این اونم صحبت کنید لطفا. گفت ایده بختم دریغا کور شد، به قول عرب دل نمارده زنده اندر بور شد. من نمیدونم چه بکنیم از دست این دوستانی نامهربان، دوستان بیوفا. خانم ها، آقایان، شاید در مدت این یک ماه، چون این اولین جلسه ماه دوم، من ریوی بکنم از اون 4 جلسه گذشتمون، کرامت فرمودن، محبت کردن، بنده نوازی کردن، اینقدر منو خوشحال کردن با تشویقاتشون، با تأییداتشون رو گفتامون، یکی 2-3-4 نفری هم محبت فرمودن، به هر حال تنبیهاتی دادن، تذکراتی دادن، گاهی هم خشن بود، آقا نکنید، تو رو به خدا نکنید این کار، من عاجزانه و دوستانه از شما تقاضا میکنم، فحش ندید به مردم، حرف بد نزنید، بدون پیشوند و پسوند نگید. آقا من از نقطه نظر سیاسی به حدی با این خانواده های پهلوی دشمنم که خدا میدونه، اما خدایا تو شاهدی، یک دفعه من نمیشه بگم رضا شاه خدا بیامرز بعدش نکرد. چرا آقا اینطور میکنید؟ 50 سال آقای سربی، من از سال 42 که رفتم سر کار تا سال همین 90 به اصطلاح 2012 به اصطلاح میشه 90 1390، دقیقاً 50 سال آقا من در کار آموزشی، از سطوح مدرسه ای بودم تا سطح، خب جایی که رفتم برای یونسکو و دانشگاه و یه حرفا اینا کار ندارم، اهل بزم و رزمم نیستم، هابی من شطرنج و تخته. گاهی که دلم بگیرد به مقتضا یا یک عرض کنم ذکریات و نماز اضافی برای گذشته هامون، یا هم اگر به مقتضای حالت باشه دستی به پیانو میزنم،
آرشهی بر ویولون میکشن. با موسیقا یک کمی آگاهی داریم. آقا ایخد نامهربانی نکنن ایرونی ها با هم دیگر. چه فحاشی آقای استرالیایی، برادر کانادایی، رفیق نمیدونن پاریسی، اگر اظهار نظری داری با محبت به ما بگید، ما هم جوابی داشتیم میدیم، نداشتیم به قول آیسوربی میآموزیم، یاد میگیریم ازتون. ولی چون یادتون باشه آیسوربی، شما غیر مستقیم گاهی گواه این مکاتبات بودیم، گفت اگر ابله ز خشمش سخت گوید، سخت همون سه قاب ته دستدار سقطه، ولی خب برای آهنگ شعر اینطور میخونه، اگر ابله ز خشمش سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. امکان نداره کسی، شما که چیزی نمیگید، ولی اگر فحش هم بدهی خریداریم، نازتان باد. اما آقا ادب خودتون رو فراموش نکنید، تذکری دارید، یادآوری دارید، مسئله بید. و ضمناً آقای سوری، من تعجب میکنم بیماری دیگری که بر بیماری های متعدده ما ایرانی ها اضافه شده در این غرب اینه که نمیدونم چرا شما میگید دوغ، اونا میکننش خود. دقیقاً معکوس. بنده در هفته گذشته صحبتی داشتم درباره رأی و انتخابات، در آن هم ادامهش میدم، گفتم آقا کسانی که معتقد به دموکراسی هستن، آقا من که نیستم، نه تنها نیستم، ضدیت داریم. رحمت هزار بار به مکبه. من میگم کسانی که معتقد هستند به دموکراسی، چون بنمایه و سنگ به اصطلاح بنای دموکراسی رأی هست، آقا اینقدر نگیم رأی ندیم. فرض کنید یک بچه 15 ساله بود، آقای نوریزاده، آقای نمیدونم می بوده، آقای حسنی، آقای حسینی، پیشوایان و پسوایان کمپوزیسیون در خارج، فرض کنید که به حرف شما میکرد و رأی نمیداد. برادر من 30 سال گذشت، خب این معتاد نشده به رأی دادن. شما کی هستی آقای شمیرانی؟ شما کی هستی آقای رادمنش؟ خیلی عذر میخوام آقای عرض کنم سوربی، من اینجا لازم میدونم یک طیبت و مزاحی بکنم، اگر یک لحن مستهجنی توش هست عذرخواهی میکنم، ولی توی مملکتی که عرض کنم با قول وصف الممالک مرحوم قوب از قباحت رفته و چه حرفایی میزنن، حرف من خیلی زشت نخواهد بود. یک زمانی بود در 40 سال 45 سال پیش مرحوم منصور نخست وزیر وزارت فرهنگ تبدیل کرد به آموزش و پرورش، ما در اون موقع معاون جوانی بودیم در یک به اصطلاح نمایندگی یک بخش فرهنگی، عصبانی بودم، رئیس هم آمد، رئیس از عرفا بود، وقتی دید من ناراحت هستم گفت هیچی نگو هیچی نگو افشا. گفتم چی؟ گفت یه خبر مهمی شده در آموزش و پرورش، ما یک آقای بهروش داشتیم، ایشون یک آجاهای بود، همیشه هم پشت میزش با چاوش ناخون میگرفت، رئیس آموزش عمومه بود، این حرفا. ایشون موسوم بود به نظربازی، توبه، به هر حال اون موقع معروف بود. یک آقا رادمنشی هم بود، این جوان بخت بود، جوانتر بود، مثل همین آقای سید چمرونی حرفا تو همین سن و سالا. ایشون به من گفت، رئیسم به این گفتش که آقا هیچ ناراحت نباش، امروز سر ساعت 7:30 آقای بهروش به آقای رادمنش دم اداره آموزش و پرورش گفته بگیر بذار درش. خیلی از دوستان عذرخواهی میکنن، این چون یک نقل قول بود میگن، این آقایونی که به این شباهت رادمنشی که میشینن هی دستور دارن مینوسن برای مردم ال کنین چل کنین، که الان خود شما هم فرمودید به قابلمه و نمیدونم به تنبک و به ظرف مسی بزنید، اینها که نسخه میپیچن توجه داشته باشن. رأی دادن برای افرادی که دموکراسی رو ارج می نهند وظیفه اخلاقی، وظیفه سیاسی و اجتماعی است. چرا منع بکنید؟ من جمله رو اینو میگم، بعد میگن شما گفتیم برین رأی بدین، من اصلا کار سیاسی بحث سیاسی ندارم، میخوای رأی بدین میخوای ندین، من اصلا اعتقادی به رأی و رأی گیری ندارم. من آنچه که اهمیت داره برام آقای سوربی جون این هستش که دوستان انتقادی دارن، اهلا و سهلا رو چشممون بدن، اگر هم که ندارن یا میخوان فحاشی بکنن باز هم بکنن، هیچ ایرادی نداره، فقط بهتر همون هستش که به هر حال حرف رو مدلل بزنن، دلائل قوی باید و معنوی، نرک های گردن به حجت قوی، اینی که انسان
حرف بی ربطی بزند زیبنده نیست. البته به ما تا به حال نگفتن، ولی این یک درخواست کلی بود. آقای افشار، شما برنامه چهارشنبه منو درباره فیسبوک دیدید؟ اگه ندیدید به قول آمریکایی‌ها به خودتون بدهکارید که ببینید این رو. چشم. بله. روی فیسبوک هست، روی یوتیوب هم هست. من برای شما اون لینک رو میفرستم. اتفاقا در همین رابطه نامهربانی و اینی که بعضی از دوستان، خود منم حقیقتا این اشکال رو دارم، عجولانه تا یک کسی یه چیزی نوشته ما میایم این رو متهم و محکوم و مجرم میخوایم خودمونم به سزای اعمالش برسونیمش، یعنی خودمونم حکم رو اجرا کنیم. اون رو من براتون میفرستم، درباره اونم اگه صحبت کنید من ممنون میشم شخصا. من باز سراپا گوش، بفرمایید شما. من شما خواهش میکنم. گفتش که ناچشیده شراب میخروشد، واهو چه کند اگر بنوشد. این آیون کمپوزیسیون، این حضرات، اینایی که من دارم میبینم که حاضر هستن اگر پیش دستشون باشی با یک ضربه داعشوار سرتو از تنت جدا بکنن، اینها اگر میخواست چیزی باشند چه میکردن؟ چند دقیقه قبل یک آقایی که قبلا هم ایشون نامه نوشته بودن به وسیله ایمیل و حرفا، گفتن در استرالیا یک حلقه چیزی گم شده بود، دستبندی گم شده. من خواستم به آقایون بگم که 49 کشور من رفتم، برای هر کدوم این هم خاطرات، یک روزه وایستادم یا دو ساله وایستادم نوشتم. در 28 کشور زمانی که شما میرید، آقای صوبی، یعنی من رفته بودم، میدیدید به صورت از فرودگاه که میاید روی تابلوها مینویسن ویلکام به انگلیسی، بونواش به فرانسه، مرحبا بکن، اهلا و سهلا به عربی. یک آقایی به ما ایراد گرفته که آقا اهلا و سهلا میگی. حالا سبحان الله که ایشون در نامه ای که نوشتن در دو خط 19 کلمه داره این دو خطشون، 9 تای این عربیه، شاید 4-5 تا این فارسی، چون آقای هم که میدونی شما یا مغولیه یا ترکی فارسی، ولی حال به هر حال 9 تای این عربیه. خدا بیامرزه مرحوم جمالزاده در جلسه میگو اگر لغت فارس، لغت عرب را از زبان فارس بکشن بیرون، عمدتا همه لالی، ادبیات میگه 100% لالی. توجه داشته باشین، چون یکی از آقایون الان اشاره به همین مسئله بود، نامه داده که آقا شما اهلا و سهلا میگیم. برادر عزیز، اولا کلام موضوع نیست، بنده از وزن داشتن، قافیه داشتن، هماهنگ بودن و کلام موضوع خوشم میاد. چطور شد هر ایرانی ماشاءالله بزنن به تخته 2.5 تنوین تو جیباش داره، هر چیری که میخواد بگه تنوینم بالاش میذاره. پدرن، خواهرن، برادرن، خواهشن، دومن، گاهن، آقا اینا همه عرب است. حالا اگر من آمدم دو تا کلام عربی، اون هم به فضلی که دارم، به عادتی که دارم، خواجه ارزد هران چه میبرزد آقا؟ وقتی کسی 4000 تا کتاب میخونه، تا کسی که دو دونم نخونده، شما چه انتظاری دارید؟ چرا تقدیه میکنید؟ نمیدونید شما 4 تا لغت عربی برید یاد بگیرید؟ مکررن آقای سربی این رو ما در جلسات عمومی گفتیم که زبان فارسی اگر هر کسی در هویتش شکی باشد، ما دیگه بابا شجره نسب داریم، میرسیم به نادر، زنده کننده ایران، دیگه قمقز ایرانیت ندیم که اگر ما برای فارسی خواستیم صحبت بکنیم بگیم آقا زبان ضعیفیست بهتون بر بخوره. جناب آقای سربی، من در مقابل حضرت عالی و همه بیننده ها میگم، یک آقایونی هستن که برای بعضی افراد مثل اون کلیسا گلاس تو اون فیلم مهدی کیه وطنخواه و اون باقری، اینا ارباب ادبشون اون کیه که تونتون حرف میزن، اون فارسی میخواد بگه آبرامیان. بله بله آقا، آبرامیان ارباب شماست در ادب. این بحث منطق رو، این تایتل منطق رو بدین آقا ترجمه فارسی بفرمایید، یا بدین به ناصر، آقای ناصر انقطاع بدین یه به فارسی برگردون.
ما در منطق مطلبی داریم میگوید در تشبیه مشبه و مشبهون به ذکر وجه شبه الزام منطقی است. اگر معنی اینو نمیفهمید پس آقا چوب کنید، تمامش کنید. با قول حضرت فردوسی ز دانش چو جان تو را بهره نیست، به از خاموشی هیچ بیرایه نیست. دیگه شما زمانی که برمیداری قدر و منزلت، ما که همیشه خودمان میگیم عوض خاک خاکستریم، یعنی سبکتر از خاک، اما ادب شما کجا رفتی؟ ای کسی که شما خودت را در زیر اسمهای مسخره ببو بابو بند حک جیمیو که یکی میگه این نمیدونم اسمش نمیدونم حرمت کیانیه، یکی میگه حسین کمپانیه. نه نه این آقا حسین کمپانیه اتفاقا. نه بذارید من بگم، بذارید من بگم، اجازه بدید. اتفاقا من اینجا از دوستان میخوام، چون باشد. یه نفر دیروز تماس گرفت با من گفت این آقا سالهای سال رمز بازکن ساواک بوده. آقای بله بله. آره عذر میخوام بله. از حضورتون بله. چون من دلم نمیخواد اینها رو اصلا مطرحشون بکنید بله. این خودش پیداست از حال و روز اینها، اینا رو ما میدونیم، ولی من کلا اجازه بفرمایید وقتی گرانبهای خودتون و خودمون و دوستان رو با اینا که میخوام بگم اینا از اسمشون، فامیلشون، شهرتشون یا ترس دارن یا شرم دارن. بعد میبینید یک کسی میگه آقا ببو ببو بگی بر میداره میخواد نصیحت کنه به ما. خب من هم لاگزیر هستم بگم آقا چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. شما کودک هستی آقا جون، ما هم زبان کودکی نمیتونیم باز کنیم تو این برنامه باربر. بفرمید با کودکان تیپ خودتون صحبت بکنید. تموم شد رفت. اگر برای شما مسعود انصاری لعنه الله آبراهمیان این و اون کسی هستن، برای ما اینها کفش جفتگون یک کیلومتر اونبرتر شفیع کتکنی ها و امثال هم نمیشن. آقای سوربی عزیز گفت در معذرت میخوام باد در بازار مسکران و لاف به غریبی، هر دو بی صدای آقایون آمدن اینجا همه شدن چی؟ اینقدر هم بدگویی از اون طرف میکنیم هممون، خواسته و نخواسته، دانسته و ندانسته، که دیگه این جوجه هم از توی تخماشون سر در آوردن. با قول یک رو شما فرمودین مثل که فردا یک ادعا مدعی همین حضرات سازمانی و عرض کنم جلادان قدیم خواهند داشت بر مردم ایران. این هستش که من میخواستم برز برسونم. زبان عربی آقا آمیخته به زبان فارسی است، مسلط است، توجه داشته باشی. ما مطلقا در زبان فارسی قافیه و وزن نداشتیم. ما نمیتوانیم شعر بگوییم، برای که این اصل این شعر و وزن و قافیه همش از عرب است. شما آقای سوربی میدونید که اولین بیت غزل حضرت حافظ چی هستش؟ الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. آقایان خانم ها، این شعر تضمینیست از غزل معروف یزید ابن معاویه، یزید پسر معاویه. شعر یزید با این بیت شروع میشه: انا مسموم و ما اندی به تریاق ولا راقی ادر کأسن و ناولها الا یا ایها الساقی. حضرت حافظ مصرع دوم بیت اول این غزل رو گرفته است و بعد مغلوبش کرده. یزید گفته ادر کأسن و ناولها الا یا ایها الساقی، حضرت حافظ گفته الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناولها لب 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 دنبال بحث. ما تا دو قرن بعد از اسلام مطلقاً به هیچ روی شعر مقفا نداشتیم. اولین شعر فارسی اونطور که در تاریخ همون اومده، تاریخ های صحیح، نه تاریخ نویسای خودمون، شما وقتی نگاه میکنین ابو حفص سغدیست مال سغد خراسان که میگفت آهوی کوهی در دشت چگونه بوزا، او ندارد یار بیار چگونه دوزا. فردوسی که ما بهش مباهی هستیم، هم شهری و هم ولایتی، خود ما نوکرش هم هستیم، ایشون وزن و قافیه دارد، توانا بود، هر که دانا بود، به دانش دلید پیر برنا بود. این سوغات لسان عرب است. ما در فارسی آقا وزن نداریم، قافیه نداریم. من نمیدونم گفت
اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ بابا شما با اسلام ادعا دارین؟ بله مثلا بریم پی کار میکنی، هر کار میخوایی بکنی. با جمهوری اسلامی حرف دارین؟ بله مثلا بریم هر کار میخوایی بکنی. آخه چرا با یک لسان مؤدب مقفای موزون شما سر جنگ دارین؟ اون 29 کشوری که من میگم ویلکام می نوشتن و نمیدونم بونسوها همون بونواج می نوشتن و اهلا مثلا مرحبا بکن می نوشتن، نه هندی می نوشتن، نه چاینیز می نوشتن، نه اسپانیول می نوشتن. آقا باید خودمون از خودمون خجالت یکم در قضاوت راه تعادل داشته باشین. زبان عرب آقا جون من، این زبان به مؤدبی در دنیا معروف است. ما فقط برای مادر در زبان فارسی 200 تا فحش میتونیم درست کنیم. عرب بزرگترین فحششه که شما نگاه میکنین بنت زانیه یا ابن زانیه، یعنی همون ولد و زنه، معذرت میخوام، که ما مثل نقل و نبات به کار میبریم. زبانیست مقفا، زبانیست مؤدب، زبانیست بسیار بسیار قالبی و خیلی مدبن، و از همه مهمتر ادبیات ما در اینها آمیخته است. بعد این آقا آمده به ما ایراد میگیره که شما اهل مثلا میگی میخوای به رخ بکشی. نه آقا جون، ما خودمون رو نمیخوایم به رخ کسی بکشیم. کسانی که باید ما رو بشناسن میشناسن. یک کم عفت کلام، متانت انشا رو به کار ببرید آقا. برو آقا بخوان تا بفهمی. اطاعت میریم میخوان. ما شب و روزمان در خواندن میگذرن. توجه داشته باشن، بیوفایی نکنن دوستان، بگذارن افراد حرفشون رو بزنن. لااقل در این محیطی که شما مدعی هستید دموکراسی است، آزادی کلام، بدون توهین ادعایی دارید به سربی، متین مطرحش کنید. ایشون پاسخی داره، مؤدبانه بیان میکنه. چه حاجتی است به فحش؟ چه حاجتی است به این حرفا؟ من نمیدونم واقعا چرا بعضی از دوستان گفت کلو و شبو را دور گوش کرد و لاتوس رو را فراموش کرد، یا روی قصر سفره خود که ترکید عرب اومد اینو گفت، گفت کلو و شبو بخور و بنوشین را در گوشش کرد و لاتوس رو فراموشش کرد. نکنیم آقا. الان من دیدم یک آقای گفتش که از استرالیا، آقای کی بودن به شما گفته بودن؟ آقای جاوید شهافر. شهافر گفتن یک چیزی در اونجا گم شده پیدا کردن. آقا برید سیرو فلرز سیر کنید دنیا رو، برید ببینید در توی عربستان و در امارات، البته کسانی که زندگی کردن باید بدونن تمام چیزهاشون آقای سربی طلای اینها، اون به حساب شیخاشون و افرادی که اصولا بومی اونجا هستن، هرچه انگشتر، هرچه نمیدونم دکمه، هرچی نمیدونم، هرچی که دارن فلزی حالا اینا، از آن رو که میگن به هر کجا باشن، اونا کاری ندارن، کنار خیابونن، نمیدن تو مغازه هن، به کجا هستن، همه رو باید دراره بذاره کنار، نماز شو بخونه. خدا رو گواه میگیرم اگر دو شبانه روز شما جای دستشویاشو بینه گلی طلا رو گذاشته باشن اونجا، دو روز بعد ما از همونجا برمیداریم. نرفتید ندیدید جلوه میکنه براتون یک چیزی پیدا شده اومدن گفتن. بنده میخوام در مورد موقعیت اهمیت زن در تاریخ عزیز خودمون بیان بکنم که ببینیم وقتی قدر و منزلت ما برای زن قائل بودیم بر چرا بگنم کسی به فکرش نمیگذاشه که چه تا چه حد اهمیت میدن و تا چه حد مقام والا داشته. ما آمدیم گفتیم آقا زن به علت خب برحال حمل اولاد اینها زودتر از مرد کمی چی میشن، اینها باید از نظر اجتماعی برتر باشن، بالاتر باشن، بیشتر مورد حمایت قرار بگیرن، لکن لفظ برابری رو به کار نبرین. ای بسا زن خودشو میاره پایین با اینی که بخواد بگه برابری با من، بعد برمیداره میگه با حقوق اجتماعی. آقا مگه ما نمیدونیم شما میگید حقوق اجتماعی؟ این حقوق اجتماعی حکایت همون داستان ناصرالدین شاه هست که اون آیت الله معروف اصفهانی ممقانی اومدش به پیش ناصرالدین شاه، گفت بابا این پسر تو خیلی ما را اذیت میکنه، چون خیلی وضعش بالا بود زل و سلطان،
حاکم اصفهان بود. ناصرالدین شاه پسرش رو خواست. زمانی که اومد اونجا اینها رو با هم آشتی داد به قول خودمون حرفا، ناصرالدین شاه به زل سلطان گفت، پسرش گفتش که یادت باشه پا رو دم آقا نگذارید. ایشون وقتی دست پای با پدرش بوسید مخواست رو گفت فقط قبل عالمی خواهش هم ما از شما داریم، در این جلسه به آقا بفرمین حد دم مبارک رو تعیین کنه، چون ما هر جا پا میداریم میره رو دم آقا. 200 کیلومتر اون بر اصفهان ما بریم یک کاری بکنیم، این پای آقا آمد تو کار. این حقوقی هم که شما میگویید همان حکایت دم آقاست. بازی نکنید با الفاظ آقا. از نظر حقوق اینجور، از نظر حقوق خودش تعریف داره، باید چی اینا رو وضع کردن. حقوق بشر اینقدر این بشر متعالی هست در همین تواریخ خودمون که فرصت نیست ما صحبت رو بتونیم به نتیجه برسونیم، که بعد باید الینور روزولت و او آقای نمیدونم پیتر همفری که از کانادا و خانم روزولت، حالا خانم روزولت هم روزولت به دلیل فرستاده شالا بگذاریم، حرکت کردن رفتن تو پاریس نشستن، یک پیشنویسی برای حقوق بشر درست کردن تا 20 سال هم انگلستان قبول نکردونه، بعدن به دلایل نه خیلی براشون نفت داره پذیرفتن. اینا برای ما حقوق بشر درست کردن. سازنده حقوق بشر هم ببین چه عدم و شنگه ای هم بپا کردن، در حالی که خود این چندین جلسه میخواد تا تو آقا چه کلاهی سر ملت گذاشتن. بشر حقوق دار خودش، بشر آزاده به دنیا آمده، آزاده هم از دنیا خواهد رفت. شما ای که با بعض این جریاناتی حقوق انسانی را از بین میبرید، بعد میان اینها یک عجوزه بغدادی به اضافه یک دن آقا معلوم نبوده کی بوده همفری نمیدونم کانادایی میرن پیشنویس حقوق بشر میمیسن برای ما. قدری ما در این جلسات و در این برنامه ها مایل هستیم دوستان عزیز و شنوندمون رو بینندمون رو به تفکر و اندیشه وادار کنیم، دعوت کنیم، یعنی وادار که تصحیح میکنن که باشین که وادار کنیم، دعوت بکنیم برای این که خواهش میکنم روی مسائل اندیشه کنیم. آقا تا یه چیزی گفتن ما هم نگیریم به حکمی که تمام این آقایانی که میگن ما دکتر چیم پروفسور چیم بنده اینم بنده اونم که خود من متاسفانه کردم همش هنرشون شد نقل قول ایستا و اسما. اندیشه چقدر؟ صفر. تفکر چی؟ زیر صفر. یکم باید انسان اندیشه کنه، همونطور که در جلسات قبل گفتیم برادر تو همه اندیشه ما بقی خود استخوان ریشه ای پول و این نمیدونم کافه و این کاباره و این چرت و پرت اینا تمام میشه. اندیشه رو فراموش نکنی، مهربانانه مسائل رو باید انجام بدن. جناب آقای سربی گفت این بد که به ما کنن با کس نکنن، بر گل ستمی رود که بر خس نکنن، گویان جواب ابلهان خاموشیست، خاموش شدیم و ابلهان بس نکنن. بس کنید آقا، بس کنید، یک کمی مهربانانه با هم صحبت بکنیم. اقلن 50 تا 57 آقای سربی عزیز، من ظرف این یک ماه گذشته از دوستان مختلف جای گیتی به هر حال تلفن داشتم، لطف فرمودن، ایمیل کردن، همه مهربانانه خیلی قابل تشویق، 3-4 نفر هم لطف کردن به ما تذکراتی دادن، یکی دو نفر هم از جاده معرفت، حتی نمیگم از معرفت دور شدن. چرا اینطوری آقا؟ سازمان امنیتی بودی باش، برادر من قاتل بودی باش، شاهی باش، ما بحثی نداریم، ما حرفی نداریم، داریم گفتگو میکنیم، دیالوگ میکنیم. این کوبیدن ها چه معنی داره؟ یک چند نفر آدم فهمیده ی عاقل پولدار گفتن افشان وقت داری بیا چند جلسه حالا برو صحبت عمومی بکن. ما هم از راه اینی که آقای سربیری 15 سال 18 سال دورا دور مطالعه داشتم، نگاه میکردم گهگاهی یک شخص آراسته وارسته سابقه دبیری داره هم طبقه از نقطه نظر شغلی و کاری حرفا، جوان مهذبی دیدمش، گفتم خیلی خوب، خدایا با امید تو میریم و در این تشکیلات، والله شهد الله تلویزیون های متعدد جا
جای جای از ما دعوت میکنن، میگیم آقا به دریاده منافع بیشمار است، سلامت گر که خواهی در کنار است. ما کناری همین در کنار هم که آمدیم و تلویزیونی که شاید دو نفر بیننده داره، شاید هم 2 میلیون نفر، جسارتی نباشه چون من آگاهی تکنیکی ندارم، به اینجا آمدیم دل خوش کردیم، تشویق نمی کنید، ترغیب نمی کنید، بیایید پیشی برادر اون آقای سلمی بگید آقا این 50 دلار با یک ساعت هم بده، ما هم بیایم صحبت کنیم، مقدمتان گرامی تشریف بیارید صحبت کنیم، من پاسخی بهتون میگیم، اگر درباره ما بود، اگر درباره هر کسی بود، بذارید یک تعاطی فکری بشود، به هم متلک گویی نکنیم. این عقیده بنده است. حالا اگر یک وقتی فرصت باشد که باید ساعت الان چنده؟ بله هنوز وقت دارید، ولی اجازه بدید که یکی از همین دوتا بیننده ما تماس گرفتن، آقای مصطفی زاده از هلند، ایشون نوشتن که جناب سوربی با سلام و احترام و تشکر از زحمات شما گرامیان، تمنایی دارم از جناب افشارها و آن این است که پس از اتمام برنامه دهان خود را آب بکشند، زیرا نام پروفسور انصاری و آبرامیان را به زبان آوردند. ارادتمند مصطفی زاده. تا جایی که بنده اطلاع دارم نام بردن اینها مسئله نداره، ولی من یک دفعه با همون آقای انصاری صحبت کردم، عرضم به حضور شما، به ایشون هم به خودش گفتم، یک 60 دلاری بردیم دادیم برای اون صحبت‌های رو در روی یا تماس گرفتن‌ها هست. یک وقتی آقای سوربی، آقایی هستن به نام سیامک ستوده اگر اشتباه نکنم. بله می‌شناسم ایشون رو. ایشان هم گویا مدعی عرضم به حضورتون که به اصطلاح ماتریالیستی اصلا به حول مکم. خیلی من نمی‌دونم چه اسم بگذارم. به هر حال قادر متعال رو، قادر یکتا رو، The Great Architect of the Universe رو اینها انکار میکنن. من با اینها حرف دارم نه با ادیان. اگر یک کسی بگوید مکرر این حرف کردم تکرارش نکنم دیگه. با این طور افراد اصلا اسمم ندارم براشون بذارم، چون در ماتریالیستی هم به گرد ماها از نقطه نظر دیدگاه های فلسفی ماتریالیسم نمیرسن، ولی خب میگن اینجوری بگذاریم. یک وقتی این آقا رو دیدم، این حدود 7-8 سال قبل بود، فقط رایدی دادم به قولی اینجایی ها، عرض کنن یک مبلغ جزئی برای اون روزنامه ای داشت دادیم، و البته بعدن هم آمدیم برای دستی که دادیم به قول خودمان غسلی کردیم، تمیز کردیم خودمون رو، 30-40 دلار هم دادیم. جناب آقای مصطفی زاده رو بفرمین تا جایی که بنده میدونن طبق فتوا صحبتشون زمانی که به این شکل نامبری باشد، چون برای اطلاع فهم خودم و مخاطب هست، من شرعی نداره، ولی البته اگر با اینجور افراد بنده برخوردی داشته باشم چشم به واجبات شرعی عمل میکنیم. خوشبختانه عدهشون اینقدر کم هست که 5 سالی دفعه انسان برخورد نمیکنه. عرضم به حضورتون که درباره فتیان و آزادگی و بزرگواری مقام زن در فرهنگ خودمون صحبت داشتم، که احتمال میدم تا همینجا به هر حال اگر یک وقتی جنابالی صحبتی مسئله دارید، سوالی مطلبی مطرح شده باشه و خودتون داشته باشیم بفرمید آقای سوربی، اگر نه دنبالش بکنم بحثم رو. نه خیلی ممنون، فقط اجازه بدید من اینجا چون در حین برنامه شما این شماره تلفن شما، ایمیل آدرس شما رو هم نشون میدم، از دوستان هم خواهش کنم هم بهشون یادآوری کنم که با شما مستقیما تماس بگیرن با ایمیل با تلفن. حتما این مسئله باشه، خیلی ممنون میشم، بله که دیگه کار مضاعف نکنم. عرضم به خدمتتون که باز هم در این صحبتی که میخواستیم انجام بدیم برای مسئله بحثای مقطعی که همون رعایت حسن نیت و حسن گفتار متقابل باشه رو یادآوری کردم، من عرضم به حضورتون که در مورد نابرابری و رجحان اجتماعی زن بر مرد یا خانمها بر آقایان، البته به معنی واقعی کلمه،
نه هر مردی مرد است، نه هر زنی زن است. اینه دیگه همه خودشونم میگن، حالا باز اگر به ما ایراد نگیرن، به معنای واقعی کلمه باید رجحان داشته باشن. آقای سربی، به عرضتون برسونم در خیلی از کارها و مجامع همین بامبول آزادی و یا نمیدونم صحبت داره، نه تا 70 سال 80 سال 20 شما میدونید در امریکا تامرول بود. میدونی که تامرول چی بود؟ آره؟ نه بفرمایید. بله، تامرول این بودش که زن مرد اگر زن رو به حدی میزدش که تا اندازه تام 60 باد نکنه جاش، جرمی تلقی نمیشد. آه اینو پس میگن تامرول. من نمیگن تامرول، بله. تا اون حد میتونستن بزنن. 70-80 ساله ما در 900 چیه؟ قرن دوم هجری، 1200 سال قبل، وقتی شما داستان فتیان رو نگاه میکنید میبینید، حالا داستانش اینقدر شیرین و اهمیت داره که من نمیخوام زود گذر باشم، ولی من میدانم همین از ساعه هم در همین دنیا بعضی مجامع هستن که خانمها رو نمیپذیرن، راه نمیدن. شاید دوستان بعضی ها بدانن هستن مجامعی به هر حال که اینها، ما در آن موقع حضرت بویزید بسطامی رو کرد به اون به اصطلاح احمد ابن خضرویه که آمد گفت مردانگی و فتیان را از زنت یاد بگیر. داستانیست بسیار شورانگیز، بسیار مهم، بسیار زیبا که ترجیح میدهم. اگر چقدر وقت دارم آقای؟ حدود 12-13 دقیقه. خیلی خوب، عرضم به حضورتون که چون این من گذاشته بودم هنگامی که احمد ابن خضرویه با همسرش ام علی نزد بایزید رفتن، حالا حضرت بایزید که بود این رو خواهم گفت چون داستان لازم است در موارد. در لحظه بدرود بایزید به احمد خضرویه گفت جوان مردی را از همسر خیش بیاموز و گفتند احمد خضرویه یک روز به همون خانمش گفت، به زن خیش گفتم ام علی کیمه را، اون زمان کرو کیمی گفتن، کیمه را مراد است که سر همه عیاران را مهمان کنند. این عیاران و فتیان، جوان مردان و جوان بختان و این عیاران، آخرین نمونه هاش آقای سربی در داشاکل صادق هدایت جلوه‌گره. بله، توجه داشته باشن که فتیان اصولا جماعتی بودن بسیار ریشه‌دار و معروف که البته اون باز یک بحث و صحبت جدا داره، ولی خب مردم میدونن منظور از جوان مردان که بودن. گفت مراد است که سر همه عیاران را مهمان کنم. گفت چاره نیست. آن زن گفت اگر میخواهی که این دعوت کنی باید که بسیاری از گوسفند و گاو و خر بیاری و همه بکشی و از در سرای ما تا در سرای عیار بیاد کنی. گفت، یعنی اون خود همسرش گفت، احمد ابن خضرویه گفت این گاو و گوسفند دانستم، خر باری چیست؟ یعنی خر رو برای چی بگیریم و بکشیم؟ گفت جوان مردی را مهمان کنی، کم از آن نباشد که سگان محلت را از آن نصیب بود. یعنی گفت تو که جوان مردی و جوان مردار رو میخوای بگیری و بیاری و بریزین و بخورین، جوان مردی نیست که حتی سگان محلت بی گوشت و بی بهره بمانند، خر را برای سگ ذبح کن. زنانی داشتیم، جوان مردانی داشتیم، کسانی داشتیم که اگر افراد مغرض، افرادی که دارای خبث جبلت هستند به دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی، دینی، سبقه کاریشون، اینها اگر مقداری و اندکی از اینها رو بگن، غرب باید شرمنده باشه، سرش بندازه پایین در مقابل اسطوره‌های حقیقی تاریخ ایران. هیچ گونه جنگ و جدالی هم ما با لسان عرب نداریم، همونطور که با این زبان بیقاعده مسخره امریکایی نداریم. اگر به همه حضرات اوکی بگی هیچ ایرادی نداره، اما اگر اهلا و سهلا گفتیم که میخوای به رخ بکشی، نه آقا جون،
فرانسه هم 3 برابر شما یک نامه نوشتی، انگلیسی هم 100 برابر که شما نامه نوشتی که میخوای خودنمایی کنی. نه جانم، خودنمایی در کار نیست. اگر این را میگوییم برای آن است که این خواهر یا برادر، این بنده خدایی که از اسمش شرم دارد، ترس دارد، ببو ببو بند برمیداره مینویسه، بفهمد، توجه داشته باشید و اندازه‌ای به هر حال به قول خواجه عبدالله انصاری، گفت خواجه ارزد هر آنچه می‌ورزد، آنقدر بورزید که می‌ارزید. به هر حال ما اگر گفتگویی داریم، اگر صحبتی داریم، برای این هست که شاید بتوانیم حال که از محدوده کلاس و کادر آموزشی خودمان را بازنشست و جدا کردیم، بتوانیم در کلاس بازتری یک از دوستان و عزیزان بیاموزیم، دو تجارب خودمون رو شیر بکنیم، تقسیم بکنیم. به هر حال امید و آرزو دارم آقای سربی عزیز که چون انتخابات نزدیک است در امریکا، یواش نگیم ایران، در هر کجا، کسانی که معتقد به دموکراسی هستند حتما بروند و رأی بدن، چون ایجاد عادت از ذوق به تجربه و استمرار در آن در شخص نهادی نمیشه، چون دموکراسی رو قبول دارین. اگر هم مثل ما میگیم بابا اینا همش مافیا باسی و معذرت میخوام، دور از جون دور از جون، همه خررنگ کنک هستش که آخر هم با شیر و خط و با حکم دادگاه اون جورج بوش و این کارا رو میکنن به میلیون مرتبه. این مسخره بازی های انتخاباتی این کشورهایی که ما توش هستیم به میلیون درجه از بنگلادش نادرستر، مغرضانه تر و مسخره تر است. فقط گفت که ای بی خرد، این نه شکل من است، ولیکن قلم در کف دشمن است. بوخای تبلیغاتی غرب آنچنان قوی است و اینقدر افراد را از تحقیق و اندیشه باز داشته اند که با بوغشان میدن، ایده‌ای هم میگیرن که بله اینجا خیلی قشنگه، اینجا خیلی خوبه، بنگلادش خیلی بده، لیبی خیلی بده. یک کلمه هم حرف عادی بزنیم معمولی و بگیم آره تو بمیری، غرب تو گفتی، ما هم باور کردیم. خیر، ما حتی کوچکترین، ضعیفترین، بدترین کشور افریقایی رو چون به اندازه شما شیوه های شیطنت و پول خرج کردن رو نه به کار میگیرن و نه میدانن، آنها را انتخاباتشان را صحیح تر میدانیم. تموم شد رفت. انشالله امیدوار هستیم که همه موفق و پیروز باشن. آقای سربی اگر وقتی چیزی هست شما مسئله دارید بفرمین پاسخ بگیم، اگر نه به هر حال بیشتر مصدع اوقات عزیزان بیننده و شنونده نباشید. نه من از شما سوالی ندارم، ممنونم و همونجوری که گفتم دوستان اگر پرسشی دارن، نظری دارن، حتما با خود شما تماس بگیرن و در هفته های یعنی برنامه های آینده شما بهشون پاسخ میدید یا نظراتشون رو مطرح. بسیار عالی. یعنی ما بیان کننده نظرات خودمان هستیم و توصیه میکنیم به اون آقایان و خانم ها که اگر نظری دارن، این آقای سربی $50 میدن، یک دونه ساعت از ایشون اجازه میگیرن، میان صحبت میکنن خیلی راحت و خوب، اگر نه به هر حال نشنیده بگیرن. بسیار ممنونم از شما، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم آقای دکتر. خیلی متشکر هستم، روز شما هم بخیر باشه. خیلی ممنون، شما همینطور. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر افشارها بودیم از کانادا. همون جوری که در طی برنامه هم دیدید، این شماره تلفن اعلام کنم اینجا، شماره تلفن ایشون هست 905 که پیش شماره یا ایریا کد آمریکاست، کاناداست، 737-51-58. اسمشون دکتر کاظم افشارها، در گوگل یا در هر سرچ انجین دیگه میتونید سرچ کنید و ایمیلشون هم خیلی ساده info@kaveacademy.com. خب اجازه بدید که ما هم همینجا دیگه با شما خداحافظی کنیم و
آخر هفته خوبی براتون آرزو کنیم و به این امید که دوشنبه با شما باشیم. ضمن اینکه دوشنبه تولد اولین رئیس جمهور آمریکا آقای واشنگتنه، ولی اینا نمیدونم چرا دوشنبه هفته قبل رو به اصطلاح فکرم دو سومین دوشنبه رو جشن، این هم دوشنبه ها رو میچسبونن یک کمی معظمی، اصلا شما دیگه نمیدونی کی تولدشه کی نیست و اینا. خود داستان واشنگتن هم داستان جالبی هست، منزلش همین حدود نیم ساعت پایین ما. آقای واشنگتن ویسکی های خوبی درست میکرده، مجددا هم دارن ویسکی درست میکنن با همون منزل قدیمی و با همون مزرعه و فارم و اینها. هر وقت اومدید اینجا میتونید برید ببینید، یکی از جاهای دیدنی واشنگتنه که توی ویرجینیا است و بهش میگن ماونت ورنون. این هم از برنامه امروز ما. اگر شما هم مایل هستید که برنامه داشته باشید، همون جوری که آقای افشارها هم گفتن، میتونید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم. ایشون گفت $50، شما با $20 هم میتونید برنامه داشته باشید، به این صورت که ویدیویی دارید، برنامه‌ای دارید، ضبط کردید، ارسال میکنید، ما براتون پخش میکنیم. برنامه ها ترتیبش به این صورته: بعد از برنامه سوربی با مردم و آقای افشارها، آقای ارشاد ویدیو از ایران فرستادن، آقای شبستری ویدیو ایشون رو بعدن پخش میکنیم، بعدش برنامه دیروز آقای چمنارا، سهراب چمنارا، بعد برنامه آقای اجلالی و بعد برنامه آقای مینویی. یکی از محاسن تلویزیون مردم اینه که چون برنامه های زیادی و مجری های زیادی نداریم، همین برنامه هایی که هست دائم به اصطلاح بازپخش میشه. یعنی شما با وجودی که ممکنه روزانه $20 پرداخت کنید برای یک ویدیو، ولی این ویدیو دو بار در روز پخش میشه. ما گارانتی میکنیم، تضمین میکنیم یک بار، ولی بعضی وقتا دوبار هم پخش میشه بیشتر وقتا. خب باز هم از شما ممنون و متشکر. و آگهی های نمایش اشقاباد رو در بین برنامه ها میبینید، بین دو برنامه، نه در بین هیچ کدوم از برنامه ها، چون یوتیوب نمیذاره. 28 فوریه که میشه یکشنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر، ولی سعی کنید زودتر بیاین، مخصوصا اونایی که ممکنه این آدرس رو ندونن، با جی پی اس استفاده کنن اینها، یکم به خودتون وقت بدید زودتر بیاین اینها، با عجله نیاین، تصادف نکنید، راه بندون باشه فلان اینا. معمولا یه شنبه ها ترافیک نیست. در هر صورت سعی میکنم، من تا امروز برنامه‌ای ندارم و توی اینجا نوشتم که ساعت 2:30 از اینجا برم، با ما 20 دقیقه راه، و من همیشه سعی میکنم سر وقت برسم. از این لحاظم بین دوستان معروف هستم و خیلی هم خوشحالم. پس همینجا دیگه بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم، به امید دیدارتون دوشنبه. بریم سراغ آقای ارشاد، حسن ارشاد از ایران. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.